کافه روشنگران، عبور از خط قرمز، گذر از قدغن‌ها برای دستیابی به حقیقت. تجربه ها و اندیشه های اهل خرد و رویارویی با تابوها. آنچه دیگران از شما پنهان می کنند ما به شما می گوییم. برنامه ای از رادیو تلویزیون مادی. یک بار دیگر به شما بینندگان و شنوندگان این برنامه از رادیو تلویزیون مانی درود میگویم. من مانی هستم و به همراه دوستانم آقایان اسماعیل وفا یغمایی و آقای سلیمانی امیری نازنین در 28مین یا شاید 29مین برنامه عبور از خط قرمز تاریخ در خدمت شما هست. امروز 26 اردیبهشت ماه است و مصادف است با 21 ماه رمضان و کشته شدن علی ابن ابی طالب و به همین خاطر برنامه ما امروز بیشتر متمرکز است بر این شخصیت، یعنی بر شخصیت علی در تاریخ اسلام و در ایران، و می‌خواهیم امروز درباره مناسبات علی و پیروانش یا به اصطلاح عربی شیعیانش با ایرانی‌ها بپردازیم که در زمانی که علی برای خلافت مبارزه می‌کرد و در زمانی که امیر المؤمنین شد و خلافت رو گرفت و در 5-6 سالی که خلیفه وقت بود، خودش و پیروانش یا شیعیانش با ایرانی ها چه مناسباتی داشتند، با ایرانی هایی که دشمن کیان خود ایران شده بودند بر سر رقابت های سیاسی، بر سر قدرت، ثروت یا هر چیز دیگری، و با ایرانی هایی که ایرانی بودند، ایرانی مانده بودند و به تصرف لشکر اسلام در آمده بودند. و علی آمد زمانی هم که بر تخت خلافتش نشست، غرب امپراتوری اسلامیش مصر بود و شرقش ایران بزرگ تا دمدمای مرز چین، یک امپراتوری عظیم. و در این مدت هم با دو نیرو در برابر هم قرار گرفته بود، یکی با معاویه در شام و از سوی ایران هم با شورش های ایرانی ها سر و کار داشت. یعنی ایرانی ها مقاومت میکردند، مالیات نمیدادند به حکام اسلامی، باج نمیدادند، خراج نمیدادند. برخی از حکام دست نشانده ایرانی رو که خلافت علی گذاشته بود بالا سر ایرانی ها برای گرفتن باج و خراج، اصلا اینا رو زدن بیرون کردن. علی که اومد تمام استاندارها و خراجگزارای قبلی عثمان، عمر و ابوبکر رو عوض کرد. به هر حال داستان بسیار پیچیده است. و این آقا، این شخصیت امروز شده به شخصیت محوری حکومت اسلامی در ایران و جایگاهش از خود الله و محمد هم برتر است. چرا چنین است؟ اینا مسائلی است که ما در این برنامه و برنامه‌های آینده دنبال خواهیم کرد. من نخست درود بگم به میهمانان عزیزم که به راستی تمام طول هفته من منتظر میمانم تا روز جمعه یا روز ضبط برنامه برسه و من این دوستان رو ببینم، از ادبی بکنم، سلام بهشون بگم و نیرو بگیرم، انرژی بگیرم
قول آقای یغمایی ما داریم با 1400 سال لجن سیاسی و دینی مبارزه میکنیم و این احساس پیروزی بزرگی هم به شخص من و ما میده و هم به آنهایی که این برنامه رو میبینند و میدانند که ما در آغاز روشنایی بلند مدت برای میهنمون قرار گرفته ایم. ملت ایران داره هوشیار میشه، داره بیدار میشه و داره یک ملت تازه میشه، درست یک ملت تازه میشه. ما دیگه هیچ نسبتی با مردم ایران در دوره قاجار نداریم، دیگه هیچ نسبتی با مردم حتی 60-70 سال پیش هم نداریم. بدنه این جامعه داره در این مبارزه آرام و متین و سنگین همراهی میکنه و داره آماده میشه تا به یک جهانی از روشنایی دست پیدا بکنه که 1400 سال از ما ایرانی ها در انتظارش بوده ایم. درود به شما گرامیان. طبق سنتی که دیگه در این برنامه داریم، ما با آقای سلیمانی عزیز آغاز میکنیم. آقای سلیمانی در خدمت شما. درود بر شما سروران عزیزم، جناب مانی، جناب یغمایی و یکایک بینندگان رادیو و تلویزیون مانی. خوشحالم که فرصت دیگری به دست آوردم که بتوانم در خدمت شما سروران عزیزم بیشتر بیاموزم. همونطور که فرمودید، خب مصادف هستیم با زمان مرگ و کشته شدن امام اول شیعیان و خلیفه چهارم جهان اسلام. امیدوار هستم هموطنان عزیزم، کسانی که شیعه هستند، حتی بسیاری از نیروهای اپوزیسیونی که هنوز هم معتقد هستند دین اسلام و مذهب شیعه یک مذهب حقه هست و باید بدان پایبند باشند، بعد از اینکه عزاداری‌های خود رو تمام کردن این برنامه رو با حوصله گوش بدن و اگر هم اشکال و ایرادی دیدند به ما متذکر بشون تا ما بیشتر بیاموزیم. به دلیل اهمیت این مناسبات، خب طبیعتاً باید اسناد متعددی رو هم ارائه کرد و من سعی کردم تا آنجایی که وقت اجازه میده این اسناد رو مهیا بکنم و در خدمت عزیزان قرار بدم. به عنوان مقدمه نکاتی رو باید عرض بکنم. با اینکه ما وقتی سخن میگیم از مناسبات علی با ایرانیان، جدا از اینکه امروز چه برداشتی از این داستان داریم، باید برگردیم و ببینیم آیا اعتقادات امروز ما مبتنی بر دلایل متقن، موجه، صادق و قابل قبولی هست یا خیر. جدا از شعارهای بسیار زیادی که بر روی منبرها زده میشه، در تریبون‌های رسمی، حتی سریال‌های تلویزیونی که با پول این مردم ساخته میشه و شخصیت‌های عربی رو به عنوان یک خیرخواه جامعه ایرانی، به عنوان کسی که مسلمان بوده، دغدغه او انسانیت بوده، به مردم ایران میخورانند و میقبولانند، تا چه اندازه مبتنی بر اصالت سند یا به نوعی با عقلانیت و اعتقادات همخوانی. من وقتی به مناسبات علی با ایرانیان نگاه میکنم، خب چند منظر برای من به عنوان مدخل بحث باز است. اول اینکه ما باید ببینیم آیا علی اساساً به ایرانیان به مثابه یک انسان و انسان به عنوان یک موجود محترم نگاه میکرده یا خیر. شاید امروز برای ما افرادی که اعلامیه جهانی حقوق بشر رو میپذیریم، طبیعتاً فرقی میان سیاه و سفید، زن و مرد و یا ایرانی و غیر ایرانی وجود نداره، چه مسلمان باشد، چه کافر باشه، چه اهل کتاب باشه. بنابراین آنچه که برای ما به عنوان شاخص در نظر گرفته میشه و سند فکری ماست برای مناسبات، انسانیت. آیا علی ابن ابی طالب ایرانیان رو به نسبت یک انسان و انسان رو به نسبت یک موجود محترم نگاه می‌کرده یا خیر؟ خب
خب طبیعتا علی به عنوان یک مسلمان معتقد، حتی پیامبر اسلام بارها اشاره کرده بود که علی در مورد اسلام بسیار سخت گیر هست و حتی از او هم سخت گیرتر بود، انسان رو زیر اعتقاد دستبندی می‌کرد. یعنی برای علی اساساً انسانی محترم بود که بتواند به قرآن، به نبوت پیامبر اسلام ملتزم باشه، احکام اسلام رو اجرا بکنه و در غیر او، اون انسان دارای اعتبار و احترام نبود. اصولاً اعتقادات اسلامی انسانها رو دستبندی می‌کرد. این از نظر اعتقاد علی ابن ابی طالب هم جاری و ساری بود. عده‌ای که کافرن و واجب القتلن، باید با آنها جنگید تا اسلام بیاورن یا به نوعی به دست خودشان کشته بشوند، زنان و فرزندانشان به عنوان برده و کنیز در خدمت مسلمانان درآیند. عده‌ای که اهل کتابن، یعنی مسیحی هستن، یهودی هستن، خب اینها باید طبق آیه 29 سوره توبه که خب علی هم ملتزم به آن قرآن و آیات هست، باید تحت شکنجه، تحت عذاب و به نوعی تحت حقارت درآیند تا به دست خود جزیه بدهند، یعنی پولی به مسلمانان پرداخت کنند به عنوان حق حیات، یعنی اینکه بتوانند زیر پرچم حاکمان و سپهسالاران اسلامی زنده بمانند. دیگر نکته این است که علی ابن ابی طالب به عنوان یک شخصیت اسلامی، خب وقتی به قرآن نگاه میکنه باید مناسبات خود رو با او تنظیم بکنه. علی کسی است که با افتخار از کشتن برادران، عموها و پسر عموهای خودش در خطبه های مختلف نام میبره که حتی این رو سید رضی در نهج البلاغه جمع‌آوری کرده این خطبه ها رو، و اشاره میکنه و این رو به عنوان یک سند افتخار برای مردم کوفه ذکر میکنه که ببینید من کسی هستم که با عشیره خودم، با قبیله خودم، با عموها و بستگان خودم جنگیدم، سر آنها رو به خاطر اسلام بریدم، و ذیل آن خطبه میآورد که درخت اسلام به واسطه همین رشادت ها و جنگ های ما بود که خوشنما شده، بنابراین شما هم باید در رکاب من به سراغ و خصم بیایید و اونها رو از بین ببرید. علی ابن ابی طالب حتی پا رو فراتر میگذاره، یعنی ما در جلسات قبل دیدیم او طلحه و زبیر، دو صحابی پیامبر اسلام رو هم زمانی که با او اندک زاویه‌ای دارن از نظر نوع روش اجرای اسلام یا احکام اون، به عنوان اهل بغی با اونها میجنگه، بسیاری از مسلمانان رو میکشه. و الان که در کوفه هستیم، علی که روزگاری به عنوان قاتل عثمان شناخته میشد که ما اشاره کردیم نقش او بیشتر نقش منفعلانه یا به نوعی در برابر قاتلین عثمان نقش تحریک کننده یا افرادی بوده از که سعی کرده اونها رو گاهی پس برانه، گاهی پیش بیاورد، نقش مستقیمی در قتل عثمان نداشت، اما امویان توانستن او رو به عنوان قاتل عثمان معرفی کنن، فلحال توانستن او رو قاتل صحابه هم بدانن. یعنی علی که تا دیروز صرفا متهم بود به قتل عثمان، حال به شکل مستقیم در کشتن صحابه‌ای مثل طلحه و زبیر هم دست داشت. بنابراین این نشان می‌دهد که علی ابن ابی طالب تا چه اندازه برای اعتقادات اسلامی و به طریق اولا اعتقاد به خلافت خود و حق خلافت خود اهتمام داشته. حتی حاضر بوده صحابه‌ای هم که به نوعی حالا با او اختلاف داشتن رو سر ببره و بکشه. طبیعتاً مناسبات چنین انسانی با ایرانیان هیچگاه نمیتواند ذیل انسانیت بررسی بشه. یعنی علی معتقد باشد که چون ایرانی ها هم انسان هستن، من برای آنها احترام قائل. اما میتوان اینگونه اندیشید که علی ابن ابی طالب برای کسانی احترام قائل بود که مسلمان باشند و فرقی هم نمیکرد ایرانی بودن، یمنی بودن یا جای دیگه. لذا علی ابن ابی طالب رو باید به عنوان شخصی که به حقوق یک مسلمان مؤمن به خود اعتقاد داشت، اون رو محترم میدانیم. بلاغه. اما دو سند رو من ارائه کنم از شیخ مفید که در کتاب ارشاد آورده، به عنوان یکی از دلائلی که علی ابن ابی طالب مسئله جنگ و جهاد اهتمام داشته و برای او از درجه بالای اهمیت برخوردار. شیخ مفید اشاره میکند که از قول علی، زمانی که از بصره در حال حرکت به کوفه هست،
میگوید خدای متعال جهاد را بر مسلمانان واجب کرد و دقیقا هم درست میگوید طبق آیات متعددی که در سوره های بقره و علل خصوص سوره توبه آمده، حتی پیامبر اسلام هم روایاتی آورده اشاره میکنه که من آمدم تا همه مسلمان شوند، در غیر این صورت یعنی اگر مسلمان نشوند، نماز به پا ندارند، زکات ندهند، اون و مال اونها برای من حلال هست. و خب این نشان از مسئله تحمیل یک اعتقاد هست برای دیگران. علی بن ابی طالب هم به این مطلب طبق آیات قرآن اشاره میکنه، میگوید خدای متعال جهاد را بر مسلمانان واجب کرد و آن را از کارهای بزرگ آنان قرار داد و موجبات یاری دین خود را فراهم ساخت. سوگند به خدا دین و دنیا به غیر از جهاد منظم نمی شود. خب ما میبینیم در روایات مختلفی که آمد زمانی که سپاهیان اسلام آمدند در نبرد قادسیه و نبردهای قبلی و بعدی گفتگوهایی ضبط شده. مثلا مغیرت ابن شعبه ثقفی آمد در نزد رستم فرخزاد و به او اشاره کرده بود که بله، این که شما میگویید اگر گرسنه هستید ما به شما غذا میدیم، اگر لباسی ندارید ما به شما جامه میپوشانیم، برگردید به بیابانهای خودتان، ما دینی داریم که پیامبر آن و کتاب خدا به ما دستور داده است که یا شما باید مسلمان بشوید یا اینکه این سرزمین های شما باید به تصرف ما در بیاید. بنابراین این که علی در ارشاد این مطلب رو شیخ مفید در صفحه 241 آورده کاملا منطبق با آیات قرآن هست. نکته جالب این هست که همون زمان که سپاهیان اسلام به ایران حمله کردند، خب علی بن ابی طالب به عنوان مشاور در کنار عمر بود. گزارشاتی به عمر رسید که سپاهیان ایران بعد از اون شکست‌های اولیه دست به تجهیز نیرو زدن، با عده و عده فراوانی قصد دارن به سمت اعراب بیاین. وقتی این خبر به عمر رسید، عمر صحابه رو جمع میکنه و اشاره میکند که آیا بهتر نیست که من به عنوان خلیفه اسلام هم وارد میدان بشوم و به نوعی به مسلمانان روحیه بدهم؟ یکی از کسانی که مخالفت میکنه با این مسئله علی بن ابی طالب و او در واقع عنوان میکند و میخواهد که عمر در مدینه بماند. اما شیخ مفید این مطلب رو آورده، من هم عرض میکنم. میگوید این که شنیده ای پارسیان به آهنگ تازیان برخواستند، خدای متعال از عظمت آنان، یعنی ایرانیانی که میخوان از خودشون دفاع بکنند، خدای متعال از عظمت آنان بیزارتر از بیزاری توست. یعنی خداوند ما از اینکه ایرانی ها بخوان سرزمین خودشون رو دفاع بکنن هم بیزاره. چرا؟ چون با توسط مسلمانان فتح بشه و او بهتر میتواند قصد و اراده آنان را دگرگون سازد. گذشته از اینها، و بعد ادامه میده که حضور تو در جنگ به مصلحت نیست، چون ایرانی ها متوجه خواهند شد که اعراب با تمام تجهیزات خود آمده، لذا ممکنه دلیرتر بشود. این رو هم شیخ مفید در صفحه 198 آورده. خب اینها نشان میدهد که علی به عنوان مشاور نه تنها با تمامیت خواهی حالا به نوعی اسلام مخالفتی نداشت، بلکه اون رو تشویق هم میکرد و این رو جزء جهاد و مسائل احکام الهی میدانست که ستون دین رو برپا میکنه. بنابراین ایرانی ها تا اینجا باید بدانند که علی بن ابی طالب هیچ مشکلی با تهاجم این تازیان و اعراب به ایران نداشته. بعدها خب بسیاری از اعضای خانواده او و حتی شیعیان او در رکاب این خلفا به ایران آمدن و حمله کردن. خب ما باید اینها رو هم واکاوی بکنیم و ببینیم چگونه بوده. بلازوری که خب بسیاری از این فتوحات رو در کتاب فتوح البلدان خودش ضبط کرده، به مواردی اشاره میکنه که من حالا برخی اسناد رو هم آماده کردم که خدمت عزیزان بخونم. خب اولین مطلب این است که ما میدانیم در نبرد طبرستان که سعید بن عاص فرستاده میشه در حدود سالهای 29 هجری، خود حسن و حسین در رکاب او برای فتح ایران میآیند. یعنی آنها به مازندرانی میآیند که هیچ مازندرانی قصد تهاجم به اعراب رو نداره. یعنی ما مازندرانی ها حداقل میتوانیم این رو بگوییم، آن جنگل و کوه و دریا رو ول نمی کنیم بریم حجاز.
حالا اینها بلند شده بودن آمدن مازندران ما رو فتح بکنن، حالا به چه دلیل؟ به خاطر نعمات مختلف. هیچ کاری هم ما با اون اعراب نداشتیم در مکه و مدینه. خب بس حسن و حسین در این میانه چه میکنن؟ خب طبیعی است، برای گرفتن غنایم آمدن، برای گرفتن ثروت سرزمین های ایران آمدن، چیزی که خداوند به اونها وعده داد، محمد به اونها گفته بود و جهاد رو به عنوان یکی از فروع دین اونها برجسته کرد. اما جدا از این حضور فرزندان علی، بسیاری از یاران علی هم در این خیل مهاجمین قرار داشتن. ببینید، من چند وقت گذشته بود دیدم شخصی مثل آقای داوود میرباقری که کارگردان این فیلم ها و سریال های اسلامی هست، از امام علی گرفته تا مختار ثقفی و دیگران، آنقدر سخن از افرادی مثل ابوذر و عمار و این داستان ها میکنه تا بتواند به هر حال با یک بودجه‌ای که به او اختصاص میدن این شخصیت ها رو به عنوان یک شخصیت های خیرخواه، الگو به جامعه ایرانی معرفی بکنه. و شگفت انگیز این هست که میخواهند اونها رو به عنوان قهرمانان آزادی ایران هم نشان بدهند. یعنی گویی حکومت ساسانیان یک دیوی بوده بر سر مردم، حالا فرشتگانی آمدن میخواهند اونها رو نجات بده. خب همین بلازوری مطلب رو آورد که عمار یاسر به عنوان یکی از فرماندهان نبرد شوشتر به ایران میاد. و آورده جالب این هست که جناب مانی، بلازوری اشاره میکنه که 600 اسیر رو هم این افراد میگیرن و گردن میزن. یعنی همین عمار یاسر که از شیعیان نزدیک بود. در جنگ های متعدد و نبرد های مختلف باز هم جای پای این افراد رو میبینید. مثلا هاشم بن قطبه بن ابی وقاص که شیعیان او رو هاشم مرغال معرفی میکنن و کسی که در رکاب علی رشادت ها کرده، و همینطور حجر بن عدی که الان یک خیابان هم در تهران به نام این افراد هست، اینها در نبرد جلولا در سال 16 به عنوان فرماندهان جنگ هست. حتی جالب این هست که بسیاری از این افراد به عنوان گرفتن غنایم در کنار همدیگه مشارکت دارن. حالا ما شیعیان در ایران فکر میکنیم عمار یاسر و شیعیان او با عمر دوچار مشکل بودن یا به نوعی سعی میکردن از اونها دوری بکنن. به هیچ عنوان چنین نبود. همه اینها در اون نبردهای اولیه حضور داشتن. حالا من چرا اینها رو عرض میکنم؟ اینکه بدانیم آن اکیپ، تیم، حزب، گروه، دسته و معتقدان علی همه در یک کاسن. یعنی تفکر اونها چیزی جدای از تفکر حالا عثمان و عمر در اون معنای کلی اون نبوده. اختلافاتشون جزئی بوده، آن هم در مورد مسائل مالی، که چرا عثمان مثلا خراج مصر رو به مروان بخشید، به ما نبخشید، به ما یا به ما کمتر. حالا ما عرض خواهیم کرد. اما کلیت این است که تمام این تفکرات اونها بر یک پایه بود، بر یک صراط قرار گرفت. یکی دیگر از شخصیت هایی که باز باید از اون نام ببریم، جریر بن عبدالله بجلی است، کسی که علی نامه ای رو توسط او به سمت معاویه میفرسته که هرچند طولانی که شد بین او و مالک اشتر نزاعی در گرفت و جریر از او گذشت. اما همین جریر بن عبدالله بجلی و اساسا قبیله بجیله یا بجیله هم گفتن، به عنوان قبایل پیشگام در فتح ایران بود. این قبیله حتی به عمر پیشنهاد داده بود که اگر ما ایران یا مناطقی از عراق و جاهای دیگر رو فتح کردیم، شما یک چهارم اون رو به ما بدید. و جالب این هست که عمر در ابتدا موافقت میکنه، آوردن که نزدیک به 3 سال چنین بود. اما ایده اشاره کردن که بله، چون 3 سال گذشت، عمر گفت خب حالا مسلمانان دیگری که بیاین، ما این زمین ها رو چگونه باید میان اونها تقسیم بکنیم؟ بنابراین شما هم بپذیرید که میان مسلمانان باشید، نه اینکه برای خودتان یک سهمی بخواهید که بعد بیاید در سلک غارتگران ایران قرار بگیرید. جالب این هست که همین جریر بن عبدالله بجلی رو به عنوان یکی از کسانی نام بردن که مهران سردار ایرانی رو در جنگ میکشه و به نحوی حتی کشتن رستم فرخزاد رو به افرادی مثل زهیر بن عبدالشمس بجلی نسبت دادن. یعنی این نامهایی که ما میشنویم نشان میداد که این قبایل تا چه اندازه در فتوحات دست داشتن و بعدها اینها جزء یاران علی محسوب میشن. من حدودا یک ربع هست که من سخن گفتم. برای فرصت بعد من سعی میکنم با توجه به اسناد متعددی که از یاران علی ارائه خواهم کرد سخنم رو ادامه بدم و فی الحال گوش جان بسپرم به
فرمایشات استاد بزرگوارم جناب یغمایی که دوستان و مخاطبین ما هم خسته نشوند و بعد با ارائه اسناد در نوبت بعد این عرایض رو ادامه خواهند. زنده باشید آقای سلیمانی امیری نازنین. همینجا که رسیدید لطفاً یادتون باشه که در ادامه همین بخش رو ما بشنویم از شما، ادامه این بخش رو. من یادم میاد چون من در شهرستان، شهری خیلی کوچولوی به نام اسدآباد همدان که پای گردنه اسدآباد زندگی کردم و اونجا راه مرکز ایران به سمت همدان و بعد اسدآباد زیر گردنه و بعد کرمانشاه و قصر شیرین و بعدش بلافاصله وارد عراق میشد، یک جاده در واقع ایران رو به عراق وصل میکرد، هر چند سال یک بار مثلا میدیدیم که یک گنبد طلایی یا نمیدونم چیزای عجیب غریبی که دولت ایران، اینا رو که میگم مال دوره پهلوی است، من کودک بودم قشنگ چندین بار دیدم یادم، بر گرده یک تریلی که بسیار آرام حرکت میکرد چون جاده ها خیلی جاده های مثل امروز درست حسابی نبودن، گنبد طلایی نمیدونم یه چیز معجری فلان اینا میذاشتن و بعد پارچه سبز و عرض کنم چراغانی و آرام آرام سرودخانان و نوحه خانان میبردن برای کربلا، حالا یا برای نجف بود یا برای قبر حسین بود یا برای قبر حسن بود نمیدونم دیگه یادم نیست. بارها من این رو دیدم با چشم خودم. بعد از اینم که از سال 1362-63 از ایران خارج شدم تا به اکنون چند باری اخبارش رو شنیدم و دیدم که این کار رو میکنن. مردم ایران از سر تا سر اون کشور بزرگ هی پول جمع میکردن، اون قدیم شاید هنوزم که ادامه داره، و نظری میکردن هم چیکار میکردن میبردن برای علی و خاندانش. حالا من بعضی وقتا به خودم در همون عالم کودکی میگفتم من که اینا رو نمیشستم مثلا علی و حسن و حسین اینا چیکار بودن چی میگفتن، ولی اینا حتما خدمت های بزرگ به مردم ایران کردن، حتما جز مردمان ایران بودن، خیلی خدمت کردن به کشور ما، به مردم ما، که این مردم اینطوری دل میسوزنن زاری میکنن یه تیکه پارچه میکستونن به اون تریلیه که بره مثلا تا بغداد. نه حالا میخوام از آقای یغمایی بپرسم، آقای یغمایی عزیز، اصلا تا حالا شده که خلفای مسلمین، حالا خلفای راشدین، اون سطح اولش که نمیگم، حضرت علی که برای ایرانی ها خیلی محترم است و این 12 امامی که از فرزندان او هستن و این همه بهره از مردم ایران گرفتن، بعضی هاشون در ایران زندگی کردن، همونجا باج و خراج گرفتن، حکومت محلی داشتن، زندگی داشتن، مردم بهشون کمک میکردن، آیا شده که یکی از اینها یک خدمت کوچیکی به مردم ایران کرده باشه؟ یک خدمت کوچیکی به کشور ایران کرده باشه؟ یک شمشیری در راه کیان ایران، در راه حفاظت و نگهداری از کشور ایران در برابر یک دشمن کرده باشه؟ یا نه این دوستی ما دوستی یک طرفه است؟ اگر ممکنه شما اگر آمادگی دارید البته در این زمینه یه مقداری با ما صحبت کنید. حتما. با درود به شما و جناب استاد سلیمانی و همیهنان ارجمندم. ببینید اسناد رو آقای سلیمانی به درستی دارن ارائه میکنن و امید که هرچه بیشتر ارائه کنن. من میخوام نخست برای اینکه این نکته مورد توجه شما روشن بشه به یک مسئله بسیار تلخ اشاره بکنم. در مملکت ما فقط بقال محله و یک زن خانه‌دار بی سواد در طول قرن‌ها نبوده که تحت تأثیر دروغ‌ها و تاریخ جعلی بوده. این مهم نیست. مردم به هر حال توده‌های بی‌شکلی هستن که توسط نمایندگان فکری و فرهنگی و سیاسیشون شکل‌گیری میشن. مشکل سر اینه که نمایندگان سیاسی مردم ایران حتی در دوره حاضر دقیقاً روی همون خطی دارن حرکت میکنن که عقب مانده‌ترین فرد جامعه ما در حرکت میکنه. یعنی شما از مثلا
رئیس جمهور سابق مملکت ما بپرسید که آقا نظر در مورد امام علی چیست؟ هیچگاه مراجعه نمی کنه به یک سندی که واقعی است و نشون میده که پوست مردم ایران توسط خلفا کنده شده و این ملت اسیر بوده. آقا امام علی فلان است، مشعلی و دژی است، اون یکی کتاب می‌نویسه حکومت علی، اون یکی سازمان سیاسی خودش رو برپا میکنه و سلاح به دست میگیره که با حکومت پهلوی بجنگه، ولی زیر لوای حکومت علی که نمیشناسه. ببینید من موقعی که دانش آموز بودم مذهبی نبودم. طبق معمول من با مجاهدین که موقعی که وارد این گروه شدم مذهبی شدم. یک آدمی بودم با فرهنگ ایرانی و یه سری اعتقادات. ولی نزدیک امتحان که میشد یه عکس بسیار زیبای زنانه ای تو اتاق پذیرایی خانه بود که ما خلاصه می رفتیم و دعا می کردیم که اگر امسال ما بی تجدید قبول شیم نمازمون رو می خونیم. یعنی علی یک موجود اینچنینی بود برای یه بچه 14 ساله ای توی هست که نمازم نمی خوند، ولی چون سنت پایه ها رو محکم کرده بود، زورخانه، سقاخونه، روزخونی، این رفته بود تو آسمون. این مشکل رو ما توی بزرگان داریم. ببینید تو مهندس بازرگان داریم، توی دکتر علی شریعتی داریم، توی آقای بنی‌صدر داریم، اینا رو با احترام دارم عرض میکنم، همه رو، محمد حنیف نژاد داریم و هنوز هم که هنوزه بعد از 40 سال حکومت آخوندی یک بار یک نگاه تاریخی واقعی به شخصیت کسانی که استعمارگران سرزمین ما بودن. بحث گفتم سر خدا و لا خدا نیست. اسپینوزا نیز وحدت وجودی بود، مارکس قبول نداشت، میگفت که ماتریالیسم بر حقه، ولی ما تو یک منجلاب فکری تو طول 14 قرن اومدیم جلو و این هست که نمیتونیم بفهمیم. ببینید برای اینکه این سوال پاسخ داده بشه، ما نخست باید آناتومی شخصیت و پیشینه علی رو ببینیم به عنوان یک شخصیت تاریخی، مثل کوروش، مثال خوب و بد میزنم با هم، مثل چنگیز خان مغول، مثل لنین یا استالین یا ماو ستونگ یا امیر تیمور گورکانی. این پیشینه تاریخی که شخصیت اون رو ساخته منطبق بود بر قرآن، بر آیین محمد و سرسپردگی به محمد. ما میتونیم یک آدمی که تراز مکتب هست رو از اونجا در بیاریم، بعد ما میتونیم این پیشینه رو دنبال کنیم چه قبل از این که این امام و خلیفه بر ایران حاکم شد، چه قبل از اون. شما نگاه بکنید، ما در برنامه قبل اشاره کردیم که ایشون در همون قبل از حاکمیتش اینقدر در خود عرب، سرزمین عربی آدم کشته بود که به قتال عرب مشهور در میانه همون هم دورهای خودش. جنگ و کشتار چه در دوره محمد و چه در دوره خودش و چه در دوره خلفا تمامی نداشت. ما قبل اشاره کردیم، استاد سلیمانی دقیق گفت، بنی قریظه رو ما داریم که علی از چهره‌های برجسته‌اش در کنار زبیر و کنار دیگرانی که در گودال سر بریدن مردا رو و زنها و بچه ها رو فروختن. خاندان عضد رو داریم که کشتار کردند و میگن اینقدر از اینا کشت. من میخوام شخصیت رو بگم تا برسیم به ایران، که از این خاندان کسی زنده نمان تا دیگری را دلداری داد. مروج الذهب جلد اول صفحه 729. کشتار خوارج رو داریم ما که حالا در آینده خواهیم پرداخت. اینها نیروهای سیاسی بودند که مخالف علی بودند و جنگیدند و خواهیم دید که با اونا چی کردن. نبرد لیلة الحریر رو داریم که 500 نفر رو حداقل تا 900 نفر رو بنابر منابع من جمله منتهی الامال جلد یک صفحه 153 میکشه. کشتار عبدالله خرمی رو داریم، کشتار کسانی که مرتد شدند بعد از مرگ محمد، تاریخ طبری مفصل این نوشته. قبل از این ما علی رو ببینید، من خطاب به این کسانی که حاضر نیستند هنوز که هنوز در سال 1399 هجری خورشیدی که ما داریم قرن 14 به پایان میبریم، حتی در خارج کشور نگاه تاریخی داشته باشند، بلکه مثل یک آدم عقب مانده به افسانه‌های مادر بزرگشون دلشون خوشه و حواسشون نیست که ملت در رنج میکشه و نیاز به آگاهی داره. هرگز نمیخوان بفهمن که این امام بزرگوار که برای خودش و اون مردمی که حکومت میکرد عرب برحال فایده‌ای داشت، ایشون قبل از در دوره جوانی
کلی آدم رو ترور کرد. شاعری به نام هویرس رو اگه درست بخونم که شطور اینه میدونم بعد دختران محمد رو رحم داده بود کشت. بعد شما میتونید قتل مغیره رو ببینید، سربریدن نظر و عطبه رو ببینید و خیلی دیگه. یعنی اگر ما کارنامه کشتار رو نگاه بکنیم این وحشتناکه. اینجاست که من به کلام خمینی تکیه میکنم که پس از این که لاجوردی خلاصه در دوره که لاجوردی زنده بود و کشتار میکرد گفت پیشانی محکم نظام، یعنی تالی تل و علی ابن ابی طالب خود خمینی بود که کشت و سر برید و به دار کشید و هزاران هزار جوان ایرانی و دختر پسر رو به دخجوخهای اعدام سپرد و تالی تل و دیگرش خود لاجوردی بود. من به کسانی که بعدشون میاد یا میترسن از تاریخ، تاریخ ماده است، رؤیا نیست، تأکید میکنم بفرمایید بخوانید، اگر نه تشریف بیارید تو همین مانی تیوی دفاع بکنید که علی چه کرد. منطقه بریم سر ایران. ببینید این بحث علی رو تو محورهای متعدد میشه انجام داد، مثلا اینکه شخصیت شناسیشه و اینکه چگونه این علی جنگاوری که در دوره بنی قریظه 400-500 نفر با کمک دیگران سر میبره تبدیل میشه به این چهره زیبایی که در حقیقت چهره زنانه است. میگن که این چهره‌ای که در ایران ما شاهدیم بسیار زیباست، صورت گل انداخته و چشمای زنانه و ابروهای کمانی، اون چهره واقعیش که در موزه هست و مهمتر از اون قدیم که عکاسی نبوده مونتا این سیره نویسان و اینا شمایل رو وصف میکردن، شمایل علی رو وصف کردن، کاری که الان توی اداره پلیس میکنن. مثلا کسی رو دیدن که کسی رو کشته از طرف میگن چه شکلی بود، میگن قدش بلند بود، صورتش مثلا سیاه بود، یه دندونش شکسته بود، اینطوری این سیما نقش میشه. خب گفتن ما میتونیم بعد توی ادامه صحبت ها به این بپردازیم که چه کرد. ولی در رابطه با ایران ببینید علی تو دوره 4-5 ساله حکومتش تمام اوقات گرفتار جنگ بود. در سالهای اول ما این جنگ های داریم که خونخواهی عثمان و جنگ جمل رو داریم، ولی همزمان مردم ایران وقتی متوجه شدند که این مولای متقیان و شوهر بیوه زنانی که نون خوش میبره در خونه ها خلاصه دستش گیر هست، شورش کردن. شورش ها رو هم تاریخ نویسان قدیم نوشتن، هم مورخانی مثل زرینکوب که تازه استاد بزرگوار زرینکوب ما به دلیل وضعیت جامعه دست به عصا را میرفت. مردم استخر چندین بار قیام کردن در دوره علی. توجه داشته باشیم که من از به قول معروف متن قضایی ها بریم به این چارچوب. ببینید علی فرمان روای یک سرزمین وسیعی بود که اگر شما روی ویکی‌پدیا نگاه بکنید از مصر شروع میشه تا وسط هند و پاکستان امروزی و تا وسط شوروی کشورهای روسیه قبلی. در حکومت میکنه بر حدود 6-7 میلیون کیلومتر مربع. تو 6-7 میلیون کیلومتر مربع علی یک فرمان رواست، شوهر بیوه زنان و نون و خشک نیست. او لشکرکشی میکنه، سرکوب میکنه، جزیه میگیره، گردن میزنه و همه کارهایی رو که خلفای قبلی کردن در ابعاد مضاعف تو این دوره کوتاه حکومتش انجام میده. فارسنامه ابن بلخی کشتار استخر و شورش مردم استخر رو گفته. دفعه قبل من اشاره کردم که زیاد ابن ابیه رو که از خونخواری معروف بود میفرسته برای سرکوب این مردم و بسیاری اسناد وجود داره که مروج الذهب هم نوشته. بعد در سال 39 یک سال پس از کشته شدن علی مردم فارس و کرمان شورش میکنن و حکام علی رو بیرون میکنن از شهر. این نشون دهنده اینه که مردم ایران جزیه پرداز بودن، برده بودن، زن و دخترشون کنیز و غلام بود میفروختن. اینها رو نمیخوان بفهمن. کسانی که سران سیاسی و فکری جامعه ما هستن علی واقعی رو چون بساط خودشون با هم میخوره هیچی ندارن ارائه بکنن، چون طرف میخواد یک هویت داشته باشه. مردم خراسان شورش خراسان رو داریم، چندین بار قیام کردن علیه حکومت علی و جعد ابن عبیره رو فرستاد به سوی خراسان که اون رو سرکوب بکنن و او هم سرکوب کرد. تاریخ طبری و فتوح الدولان اون رو نوشته.
شهر ری شورش کرد. شما نبخونید ایران نقاط مختلفش علیه علی شورش میکنه. ابو موسا رو با یک لشکر جرار میفرسه و سرکوب میکنه مردم ری رو دو بار. باز این فوتول بلدان صفحه 150 نوشته. بعد ما شاهد شورش خراسان هستیم که خراسان رو سرکوب میکنه شورش رو و در یک روز 1000 برده میان یارانش تقسیم کرد و این کسی که فرستاده بود حارث ابن اگر درست بخونم چون کلمات عربی رو لغاتش ناماش من درست نمیدونم چطوری باید خون حارث ابن سره یا سره عبدی رو این مردم رو میکشه تقسیم میکنه 1000 برده و موقع برگشت شورش مورد حمله خراسانیان مرزشی قرار میگیره و همشون کشته میشن در سرزمین قیقان سرحد خراسان. این رو بلازری باز می‌نویسه. سیستان رو به شدت علی سرکوب میکنه. من همینجا خواهش میکنم خطاب به سران اهل سیاست که هنوز علی علی میکنن. خطاب به دراویش که من دوستشون دارم و آدمای شریفی هستن ولی در تاریخ جعلی زندگی میکنن و سلسله تبار عرفان خودشون رو به جای اینکه برسونن به عرفان ایرانی و ریشه های مذهب‌پرستی در عالم خیال به علی وصل میکنن. این سرگذشت اوست. عبدالرحمن ابن طاهی رو میفرسته سیستان و میکشه مردم سیستان رو و دستور میده که 4000 نفر از اونا رو بکش که میگن بابا اینا یک شورش کردن فقط 500 نفر بیشتر نیستن. آذربایجان شورش میکنه. شما نگاه ببینید کجای ایران هست که در زمان علی شورش نمیکنه. برای اینکه اونا متوجه شده بودن که سیستم گرفتار مردم ایمانی نداشتن. مردم دوران علی به نظر من ایرانیان آگاه تر از دوران ما بودند. برای اینکه ما زیر فشار تاریخ جدید و یک کوهواره‌ای از خرافات که آخوندها به اصطلاح روشنفکران مذهبی و سران اپوزیسیون نمیدونم سیاسیون بر ما آوار کردن وضعمون بدتر از اوناست. آذربایجان رو تمام اسناد هست که اشعث ابن قیس میاد اونجا رو سرکوب میکنه و عده زیادی از اعراب رو میاره در آذربایجان اونجا خلاصه جایگزین میکنه. نکته بسیار مهمی که ما باید توجه بکنیم این است که در دوره‌ای که این شورش شروع شد و ایرانی‌ها شورش کردند باقی ماندگان امیران سلسله ساسانی نیز کوشش کردند که در سیستان دولت ساسانی رو دوباره بر سر خلاصه کار بیاورن. این در دوره عثمان شروع شده بود. یعنی نخستین شورش ها توسط به اصطلاح بازماندگان یزگرد سوم شروع شد در دوره عثمان بود که فرستادن اونا و اونجا رو سرکوب کردن و بعد در دوره علی نیز این مسئله تکرار شد. این خودش بحثی است که نشون میده که بعد از سالها کشتار و سرکوب و این که خلاصه به اصطلاح ریشه‌کن کرده بودن سلسله ساسانی رو هنوز مردم علاقه داشتن اونها. نوشتن که در حالی که در سالهای میکل مورونی در ایرانیکا میاره در سالهای 35 تا 41 مسلمانان مشغول جنگ‌های داخلی بودن، اکثر مناطق ایران از کنترل امپراتوری عرب خارج شد، حتی بازماندگان سلسله ساسانی تلاش‌های برای بازیابی حکومتشان در شهرهای تخارستان و نیشابور انجام دادند. مسلمانان با سر آقای عمایی در شهر زرنگ موافق شدن و این کارم کردن در این آره جای مختلف این کارو کردن ولی با سرکوب شدید، با جزیه بستن، با مالیات بستن دوباره ملت ایران رو کشیدن زیر اخیه و این شورش ایرانیان تا مرگ علی ادامه داشت. ببینید ده ها سند هست. منتها کجاست؟ ما شاهدیم که همین اول ماه رمضان فلان خانم رهبر اپوزیسیون که ذره ای سواد سیاسی و تاریخی نداره یک روزخونی را میندازه به خاطر آغاز ماه مبارک رمضان، ماه رهایی، ماه تقوا، ماه کشف، ماه پش و کلی گریه و زاری در موردی که علی نمیدونم سب کجا علی اینجوری بود. خانم محترم شما میخوای پس وارد حکومت مملکت رو به خیر خود در دست بگیری، ذره ای دانش تاریخی نداری و دوباره به جهل مردم در این آخوندها دامن میزنی. اینجاست که من در آغاز به شما قبل از شروع برنامه اشاره کردم که نبرد فرهنگی واقعا نبردیست بسیار سخت و فقط با آخوند نیست، با کسانی که با آخوندها میجنگن نیز با داریم نبرد میکنیم.
برای که اونها نیز در محتوا ریشه هاشون با خونده یکیست و نمیخوان اینو بفهمن، نه آگاهانه، گاه آگاهانه، برای اینکه به این منجلاب ها، به این مرداب ها احتیاج دارن که پس فردا به نام حکومت علی بتوانن پایه های استقرار خودشون رو صفر کنن، زیرا اینها پایه های راستین فرهنگ ایرانی رو ندارن. من به همین از اجازتن اکتفا. درود بر شما. آقای یعقوب، اشاره کردید به تصویری که طراحان و مسلمان از روی گفته های پیشینیانشون از علی کشیدن و در موزه در انگلستان هست و اون تصویر تیتیش مامانی که ایرانی ها درست کردن از علی، حالا گیرم اصلا همین تیتیش مامانی درسته، یعنی علی خیلی هم زیبا و قشنگ بوده دیگه، از لاجوردی قصاب اوین و از خلخالی که قشنگتر نبوده. چه فرقی میکنه که قیافه ظاهرش چه باشه؟ من کسی که شکنجه هم میکند، سرکوبم میکند، به من تیر خلاص میزنه، خوشگل باشه، خوش قیافه باشه یا بد قیافه باشه، چه فرقی برای من میکنه؟ اینی که مردمانی که میشینن میاندیشن که چگونه یک زن زیبا رو با یک ریش و سبیل مردانه قاطی بکنه، تصویر از خیالی از یک آدمی که تصویر اصلی ترش واقعا وحشت آوره درست کنن، خب اینا دوچار همون خواب خیالایی هستن که کارش نمیشه کرد. در زمان حکومت علی که 5-6 سالم بیشتر طول نکشید، درست مثل زمان خمینی و خامنه‌ای، اینها از ایران کلی باج و خراج میگرفتن، سهم امام میگرفتن، سهم چوچه میگرفتن، خمس و زکات میگرفتن، هر کس هم که نمیداد تکلیفش با کرام الکاتبین بود، میبردن در بیت المالشون در بغداد. بعد علی که قدرت رو گرفت، برای اینکه یه عده‌ای داشتن از دورورش پراکنده می شدند، گاه به گاهی در بیت المال رو باز می کرد، در خزانه رو باز می کرد، حاتم بخشی می کرد بین شیعیان عربش، یعنی از مردم ایران می گرفت بین اونها تقسیم می کرد، درست مثل پولایی که از ایران به لبنان امروز می رود برای حزب الله، به فلسطین می رود، به غزه می رود، به سوریه می رود برای بشار اسد که 500-600 هزار نفر از مردمان عادی کشور خودش رو کشت. حالا شما حساب بکنید مثلا 20 سال دیگه، 30 سال دیگه، 50 سال دیگه، 1400 سال آینده مردمانی در سوریه بیان از بشار اسد تصویر یک امام زیبا چهره عادل درست بکنن و همه قسماشون همطور که مال ما به علی است، مال اونا هم به بشار باشد. داستان دقیقا همین. خب برگردیم به آقای سلیمانی گرامی. آقای سلیمانی رو دوباره برگردون به اون ماجراهای مستند تا واقعا آدم انگار که داره یک هورور فیلم نگاه میکنه، یه فیلم های وحشتناک وقتی که به اسناد برمیگرده. من واقعا وقتی که میخونم این کتابای تاریخ رو که به اون دوران برمیگرده، در یک جایی میگم که باید ببندم بذارم کنار، برای اینکه دیگه تحملم به عنوان یک شخص اصلا کم میشه، خیلی فشار میاد. این تصاویری که شما از اون زمانها میدهید بر اساس اسنادی که البته هست، من رو گاهی واقعا دچار وحشت میکنه که عجب دنیای کثیف و پلیدی بوده و دریغا که دنباله‌هاش با شکل‌های نوین هنوز هم در کشورهای از جمله میهن ما، این حکومت‌ها و این افراد سر کار هستن. بفرمایید. خواهش میکنم جناب مانی. روزی دوستی از من خب این مطالب رو که میخواندم و تعریف میکردم، دوستی به من گفت فلانی شما از اینکه این وقایع رو میخوانی میدانی اصلا ناراحت نمیشی، زده نمیشی از این خواندن این متنها، چون بسیاری از این متنها واقعا مشمئز کننده، غیر اخلاقی و غیر انسانیه.
من عرض کردم خدمت اون دوست بزرگوار که خب طبیعتاً ناراحت میشم، اما دفع افسد فاسد میکنی. در واقع ناراحتی عمده من برای مردمی است که اینها رو برایشان میخوانم اما نمیفهمند. یعنی عمده مشکل من با متن نیست، با مخاطب منه که اصلا متوجه نمیشه من چه میگم. یعنی اون قدرت تشخیص رو کاملا این انسان ها از خودشان به نوعی دور انداختن. یعنی انگار یک ابزاری که شما به عنوان قدرت سنجش در اختیار انسان ها بگذارید، اما جوری این افراد سعی میکنن اینها رو فیلتر بکنن، نفهمن، درک نکنن که اسباب شگفتی است به عنوان یک انسانی که ها در قرن جدید گذشته. این مطلبی هم که استاد بزرگوارم فرمودن کاملا درسته. ببینید، ما همون گونه که دو تصویر به شکل نقاشی یا شمایل از علی داریم، در حوزه سیاسی هم دو نوع نقاشی از علی داریم. یک نقاشی است که تاریخ اسلام به واسطه رفتار علی به ما میگه، و یک تصویر دیگری است که نواندیشان دینی، این افرادی که هیچ چیزی از تاریخ نمیدن، به همراه سیاسیونی که حالا فرقی هم نمیکنه، من تصاویر زیادی دیدم از سلطنت طلبانی که به ذریع دخیل میبندن، پادشاهی که دوبار به مشهد میره، حالا اعتقاد داره اشکالی نداره، اعتقادش هم داره، ولی تالی فاسد این نوع اعتقادات بعدها مشخص خواهد شد در کجاست. با شما افرادی رو میبینید میرن حالا از طیفهای مختلف، هنوز صحبت از علی میکنند و هنوز صحبت از اسلام میکنند و صحبت از شیعه میکنند. خب اینها هم یک نوع نقاشن، یعنی اینها هم سعی میکنن علی جدیدی برای مردمی بتراشن که هیچ سنخیتی با آن علی نداره، از بحث هم کاملا فراری هست، یعنی هیچ سخنی هم نمیگن. روزی من یادم هست، حالا بحث میان بحث میاد، این آقای عبدالکریم سروش با آن ریش و پشم و اون سن و سال نشسته بود اونجا، صحبت میکرد که زنی نزد معاویه رفت، حالا با اون دهنه خواست، نزد معاویه رفت و به معاویه اعتراض کرد. معاویه گفت آه، هم او یادتان داده، هم او یاد. یعنی چی؟ مرد حسابی. من جو کوفه رو بعدا در جلسات آینده نشان خواهم داد. گردن مخالف رو میزدن کسی بر علیه علی سخن بگه. در جلسه ای علی اشاره کرد که ای لشکر خدا، جمع شویم به سراغ باقی مانده احزاب برویم. منظورش به معاویه بود. یکی از پای منبرش فریاد زد که یعنی چه؟ دیروز ما رو بری در بصره برادران خود را کشتیم، حالا میخواییم ما رو به صفین ببری دیگر برادران خودمان رو بکشیم؟ بلافاصله مالک اشتر بلند شد که این خارجی کیست؟ این مرد فزاری فرار کرد. در میان مردم او رو گرفتن و او رو کشتن، در قسمتی که مربوط به چارپایان و اینها، فروش چارپایان. یعنی کسی اجازه نداشت که اون رو حرفی بزنه. یک چنین جبی رو من بعدها اشاره خواهم کرد. علی به شما یاد داد. چی کسی هم چنین حرفی زد؟ عربی بوده در برابر پیامبر اسلام میستادن، به پیامبر اسلام اعتراض میکردن، به عمر اعتراض میکردن. یک عرب پای منبر عمر، وقتی عمر اشاره کرد که اگر من خلافی مرتکب شدم شما به من راهنمایی کنید، عربی بلند شد شمشیر خود رو نشان داد، گفت اگر اندکی کج بروی با همین شمشیر راستت میکنم. حالا آوردن که مثلا میخوام به دموکراسی رفت بدن، به یک حاکم عادل رفت بدن، میخوام بگم علی این چنین بود. نه بزرگوار، علی چنین بود. بیایید جلوی ما بنشینید، اسناد رو کنار هم بگذارید، بعد دو تا کلمه از مولانا قاطی بکنید و به مردم بگید بله او هم چنین بود. یعنی چی مرسید؟ شما تا برنامه اگه به من بگید در مورد نجوم صحبت کن، بنده نمیایم. چرا؟ چون عرض خودم رو میبرم، آبروی خودم رو میبرم. اما به این آقایون بگید بیا در مورد نجوم صحبت کن، میاد. در مورد داروشناسی صحبت کن، میاد. در مورد روانشناسی میاد، در مورد شاملوشناسی میاد، مولوی شناسی هم بلدن، قرآن رو هم میدونن، رویای محمد هم خبر دارن، همه چیز رو این جماعت میدونن، این آخوندهای ما هست. نصف به نصف وقایع تاریخی هم دروغ میاد. خب حالا برگردیم سر داستان واقعی تاریخی علی، ببینیم این شمایل مولا چگونه بود. من ادامه دادم بحثم رو. قبل از به قدرت رسیدن علی، این یارانی که بعدها به علی پیوستن رو هم بشناسیم و ببینیم اینها چه نوع تفکری نسبت به ایرانی ها داشتن و بعد علی که بر امور می نشینه چگونه می اندیشه. خب اسناد متعددی رو آوردم برای خواندن. یکی از افرادی که در هجوم به ایران قبل از به خلافت رسیدن علی نقش داشت، احنف بن قیس هست، کسی که در نبرد جمل اشاره کردیم کنار نشست، اما
در نبرد صفین در رکاب علی ایستاد و جزء خالص و مخلصان او بود، هرچند بعدها به نحوی جدا شد. یعنی زمانی که حسین به بصره نامه نوشت که بیایید از من حمایت کنید، یکی از کسانی که مخالف بود همین احنف بن قیس اشاره کرد که آل علی از سیاست بهره ای ندارند، پایگاه عشیره ای هم ندارند و به امور بیت المال هم آشنا نیستند و در واقع از یاری حسین در کربلا خودداری کرد. این احنف بن قیس ایشان در فتح طالقان و پیرامون اون در خراسان یک نقش واقعی داشته که حالا بلازوری آورده. من این مطلب رو هم میخوانم ببینیم ایشان که یکی از دوستداران علی چه کرد. میگوید لشکریان وی یعنی احنف بن قیس 5000 مسلمان بودند، 4000 تن از مسلمین عرب و 1000 تن از پارسیان نو مسلمان، ایرانیایی که خیانت میکردن به ایران. دقت بفرمایید، حالا این یک برنامه مفصلی نیاز داره که خود ما چقدر به خودمان زر بزنیم. همون چیزی که بعدها هم ما دیدیم و امروز هم داریم میبینیم که ایرانیانی در صف دشمنان ما هستند. اینا درس های تاریخ برای ما. و بعد ادامه میده، خداوند کافران را زبون گردانید، یعنی ایرانیان، مسلمین به سرعت تمام کشتار میکردند و بر هر جای و هر کس میخواستند شمشیر میکوفتند. در صفحه 290 که مربوط به کتور بلدان بلازوری اون بخش مربوط به ایرانیانش هست که آقای آذرنوش این رو ترجمه. خب یک چنین شخصیت رو میبینیم در کنار بقیه مسلمان. دیگر یار علی عبدالله ابن بودعیل ابن فرقا، او هم چنین بود. او هم جز اولین نفراتی بود که به عنوان فرماندهان سپاه در زمان عمر و عثمان وارد ایران شد، در فتح اصفهان در مراکز دیگر دست به کشتار زد. بورعزت ابن کعب، کسی که زمانی که علی ابو موسی رو از کوفه برمی‌داره او رو به عنوان والی و جانشین موقت خودش منصوب می‌کنه. خب بلازوری آوره در فتح شوشتر هم او حضور داشت. یعنی تک تک این افراد رو شما اگر دقت بکنید در فتوحات نقش داشتن، از مواهبش هم بهره مند می‌شدن. مثلا عمار یاسر یک برده ساده بنی مخزوم بود، بعدها ملک عظیمی رو در استینیا به او داده بود عثمان. در روها هم مثلا علی ابن حاتم تائی از عثمان این زمین‌ها رو گرفته بودن. خب اینها به واسطه گرفتن اموال و غنایم بود که توانستن خودشون رو مطرح. اما زمانی که علی به مسند خلافت رسید این داستان‌ها ادامه داشت. یعنی این افرادی رو که من حالا به عنوان مقدمه معرفی کردم همه اینها جزء شیعیان علی، جزء محبان و دوستان بودند. زمانی که علی به کوفه آمد دستور داد که خب حالا می‌خوایم حرکت کنیم به طرف صفین، عده‌ای از افراد با اون مخالف بودند. یعنی گفتن آقا اونها هم به هر حال مسلمانن، همانند ما به یک سمت و سوی قبله نماز می‌خونن، اگه میشه ما رو معاف کن از این داستان ها. علی ابن ابی طالب گفت خب بسیار عالی، چشم، من برخی از شما رو معاف میکنم، اما شما باید به جنگ ایرانی ها بروید. دقت بفرمایید، یکی از این افراد که بسیار جالبه و شاید هموطنان ما حالا کمتر نامش رو شنیده باشن یا خوانده باشن، ربیع ابن خسیمه، کسی است که علی او رو میفرسته. حالا من عرض خواهم کرد این داستان رو از بلازوری میخوانم، بعد نکات مهمتری هم داره. بلازوری اشاره میکنه که علی رضی الله عنه ربیع ابن خسیم سوری را به فرماندهی 4000 مرد مسلمان به جنگ دیلم فرستاد. کسی از مسلمانان قزوین مرا گفت در قزوین مسجد ربیع ابن خسیم سخت معروف است. یعنی برای این آقای مسجدی هم که ساخته بودن مسلمان ها، بعدها همین قزوینی ها آمدن و این مکان رو به عنوان یک مکان مقدس، یک مسجد خیلی جالب مورد تفقدم قرار میده. در آن درختی بود که مردم مسح میکردن، گویند که ربی، حالا یک درختی هم اونجا بود که مردم به این دست میزدند و این داستان ها، اصلا فلسفه درخت از کجاست؟ گویند که ربی روزی مسواک خیش در زمین فرو کرد، آن مسواک برگ برآورد و درخت میگردید. یعنی حالا این مردم مسواک این جانی رو، این غارتگر رو تشبیه کردن به این که تبدیل شد به درخت، چه معجزه‌ای. حالا ما بیایم این داستان رو بریم به هر حال یه شفای از اون بگیریم. در زمان خلافت امیرالمومنین متوکل، عامل طاهر ابن عبدالله ابن طاهر ترسید که مردان بدان فریفته شوند، پس فرمان داد آن را قطع کردند.
یعنی این ایرانی ها رو شما دقت بفرمایید چقدر مردم بیدانشی بودن که حالا شدی درختی هم ساختن از مسواک این آقای ربیع ابن حسین رفتن به طرف اون. حالا جالب این هست جناب مانی، شما الان در مشهد حتما محلی رو مشهدی ها میدانن به نام خواجه ربیع معروفه. این محل همین مسجدی است که بعدها صفویه سعی کرد برای همین شخص غارتگر عرب بنا بکنه در زمان صفویه. به فرمان شیخ بهایی این رو به شاه عباس گفت که بعد این آقا خیلی آدم خوبی بوده. شاه عباس هم حالا با اون درایت سیاسیش به کنار، از جهت مذهبی یا اون تشبثاتی که داشت آمد و گفت بله خب حالا ما یه گنبد و بارگاهی هم بسازیم. امروز مشهدیای نازنین ما میرن اونجا خواجه ربیع در برابر این قاتل مثلا غارتگر یه امامزاده هم ساختن با چه وسی. حالا ببینیم ما ایرانی ها مدعی علم و دانشی ما، یعنی من وقتی در ترازو قرار میدم نمیدونم این نتیجهش خروجیش در کجاست. تو عربه مدعی نبود، ما مدعی شدیم که نخیر این حتما یه امامزادهی بوده، یک دارای وجناتی بوده، یک برنامهی بوده. یعنی ما خودمون از این سلیمانی از این مسواک ها در اسداباد ما و در روستاهاش خیلی فراوان هست. من یادم میاد با مادر بزرگم وقتی از اسداباد میرفتیم به یکی از روستاها به نام خرمرود یا ترمیانه، سر راه ما یکی از این مسواک ها یا درخته که کوچکی هم بود، یعنی توی این 1400 سال هنوز 5 متر نشده بود طولش، اونجا بود. اینقدر به این پارچه های قرمز و سبز و سفید و زرد و آبی آویزون کرده بودن، آدامس چسبونده بودن، سنگ پره های نازک رو با آدامس و کتیرا چسبونده بودن به درخت. من از بچه بودم از مادر بزرگم میپرسیدم که این درخته چرا اینطوریه، چرا درخته دیگه اینطوری نیست. بعد میگفت این درخت مقدسه، این درخت مال امام هاست، این درخت نظر کرده است، توضیحات خودش رو میداد. بنابراین ما یک جنگل، بیش از یک جنگل از این مسواکای عربا که در ایران جا گذاشتن فرو کردن تو خاک شده درخت داریم. بله بفرمایید، ادامه بدید. بله، بعد نکته دیگه این است که همون گونه که استاد بزرگوار هم فرمودن، حارث بن مره عبدی، او هم به ایران آمد. حالا ببینیم بلازوی در مورد او چه میگه. اینا همه در دوران علیه، یعنی علی فرستاده این جماعت. به روزگار خلافت علی بن ابی طالب رضی الله عنه، چون پایان سال 38 و آغاز سال 39 بود، حارث بن مره عبدی به فرمان علی لشکر به آن حدود کشید و پیروز شد. در کجا؟ در قسمت سند و خراسان. غنیمت بسیار و برده بیشمار به دست آورد. حالا من بعداً اشاره خواهم کرد این علی ابن ابی طالب و برده فروشی او. تنها در یک روز 1000 برده میان یاران خیش بخش کرد. یعنی همین دختران و زنان ایرانی رو این جماعت می‌گرفتن، میان خودشون تقسیم می‌کردن. این رو هم بلازوی در صفحه 326 کتاب خودش آورد. من برمیگردم به بقیه فرمایشات استادمون، اونجایی که صحبت از عبدالله ابن عباس و دیگران شد، اینها رو هم خلاصه ذکر بکنیم ببینیم به چه نحوی. بلازوی اشاره میکنه زمانی که عبدالله ابن عباس رضی الله عنه از جانب علی ولایت عراق داشت، اهل استخر که در منطقه فارس بود عصیان کردن. خب این عصیان کردن به خاطر اون فشارهای شدیدی بود که به خاطر جزیه، به خاطر مالیات ها بسته می شد و خب این جنگ ها نیاز به نیرو داشت و علی باید این نیروها رو تامین می کرد. برای همین خودشون که بیل نمی زدن، سعی می کردن این مالیات ها رو بر مردم بار بکنن. یعنی همون گونه که یک مسلمان وقتی می نشینه سخن میگه که بله ساسانیان به دلیل جنگ هایی که با رومی ها داشتن نیاز به اموال داشتن، نیاز به پول داشتن، لذا به مردم آنقدر فشار آوردن که مردم به تنگ آمدن، امروز هم باید پاسخ بدن. این شورش هایی که در نقاط مختلف ایران بود به چه سبب بود؟ به دلیل اینکه علی بن ابی طالب برای تجهیز نیرو برای جنگ جمل، برای مبارزه با معاویه، اون باید هزینه لشکریان رو میداد. طبیعتاً به والیان خودش می نوشت که از مردم ایران بگیرید به من بدید، چون شام که دست او نبود، مصر هم به او تبعیت نمی کرد، از ایران بگیرید و به من بدید. وقتی علی به اون عقبت ابن عامر می گوید که
به او گفت از مدینه خارج نشو، از مدفن رسول و اموال و رجال در عراق هستند، منظورش همین، یعنی پول در کوفه است، در عراق، مردان جنگی هم در عراق هستند. حالا پولش از کجا می آمد؟ از ایرانیان، وگرنه جریر ابن عبدالله و اشعث ابن قیس کندی و عمار که بیل نمی زدن، کار تجاری نمی کردن، اینها همه از مردم ایران می بشن. خب حالا ادامه میده. ابو مخنف گوید علی رضی الله عنه اون ابن جعدت ابن حویره مخزومی، این جعدت ابن حویره خواهرزاده علی است، علی زمانی که وارد کوفه شد به خانه او رفت، برای مدت موقتی ساکن شد، را به سیستان فرستاد. وی به دست بهدالی راهزن تایی در نیمه راه عراق کشته شد. پس علی علیه السلام به عبدالله ابن عباس نامه نوشت و فرمان داد مردی را با 4000 تن به ولایت سیستان بفرست. عبدالله رفعی ابن کأس انبری را با 4000 مرد جنگی روانه کرد. بعد هم ادامه میده که رفعی همه آن دیار را به تصرف خیش در آورد. خب. همین جعدت ابن حبیره رو برای سرکوب خراسان میفرسته، تا حدودی موفق نمیشه این کار را انجام بده. اما یکی از شاید جالبترین داستان ها مسئله مربوط به برد فروشی علی ابن ابی طالب جناب. من در گذشته در یک مقاله به شکل مبسوط با بهره گرفتن از نهج البلاغه و شرح نهج البلاغه ابن عبدالحدید و همینطور شرح نهج البلاغه مکارم شیرازی به این مطلب پرداخت. حالا اصل داستان رو من خلاصه عرض کنم. عده‌ای از علی ناراضی بودن، کوفه رو ترک کردن و ابن راشد و دیگران اینها به طرف اردشیر قله فارس رفتن. علی دستور میده که باید جلوی این شخص رو بگیریم و رو سرکوب کنیم. به هر حال معقل ابن قیس رو میفرسته، معقل حمله میکنه، عده ای از افراد بنی ناجیه رو اسیر میکنه، عده ای از مسیحیان رو، عده ای از زرتشتیان رو. در حالی که در حال بازگشت هست، مسقلت ابن حبیره شیبانی که در جز یاران علی محسوب میشد، وقتی حالت مردم رو دید، این زنان و کودکان اسیر رو دید و اونها اشاره کردن که ما رو آزاد بکنید و این داستان ها، مسقله با معقل یک قراردادی امضا میکنه که این اسرا رو به من بفروش. علی هم به معقل میگوید که کار خوبی کردی، یعنی این اموال یک جا فروختی، یعنی عمده فروشی کردی، دست درد نکنه. 500000 درهم هم قرار شد به مولا پول بده. مسئله پول زیادی نداشت، گفت من بخشی از این پول رو الان میدم، بخشی دیگر رو بعدن. علی هم گفت خب اشکالی نداره. میفروختن. اصلا کارشون برده فروشی بوده. ببینی الان ما همین که اشاره میکنه در خطبه نهج البلاغه هم آمده، اصلا این داستان در خطبه 44 نهج البلاغه، ایشان از این که دید خب برده‌ها یک سره فروخته شدند و برای تاجره الان دیگه عمده فروشی کرد و فلان، خیلی هم راضی بود. تبری آورده است که نکو کردی و به جا کردی، یعنی کار خوبی هم کردی، دو جاش درست بود. به هر حال مسئله این اسرا و برده ها رو میخره، دلش به رحم میاد، با اینکه خودش عرب هست و در فتوحات نقش داشته و این داستان ها، این زنان و کودکان رو آزاد میکنه. دقت بفرمایید جناب مانی، مسئله از مال خودش اون بخشی رو که داشته میده، زنان و کودکان مردم رو آزاد. علی آنقدر به او فشار آورد که این پول ما رو بده، پول ما رو بده، مسئله هی امروز و فردا میکرد که چشم من انجام میدم و این داستان ها. یک روز به دوستان خود گفت بابا من این کاری که کردم این کار انسانی بوده، اگر عثمان بود من رو میبخشید و حتی به نوعی از من چیزی هم نمیگرفت، اما این علی پول برده فروشیش رو میخواد. آنقدر فشار آورد که مسئله به سمت معاویه فرار کرد، چون دید علی کم مونده که او رو بگیره و مجازات بکنه. حالا آقای مکارم شیرازی در کتاب خودش، که البته من اینا رو به شکل مبسوط پرداختم و جای بحثش فعلا در اینجا نیست، به شکل خلاصه عرض می‌کنم. ببینید یک مرجع تقلید شیعه چگونه سخن میگه. در کتاب پیام امیرالمومنین شرح تازه و جامعی بر نهج البلاغه جلد دوم، با همکاری جمعی از فضلا و دانشمندان، رو همه جمع شدن با هم یک شرح نهج البلاغه هم نوشتن. خب حالا ببینیم فضلا و دانشمندان شیعی چی نوشتن. اول در مورد اصالت این واقعه در پاورقی اشاره می کنه. گروهی از مورخان که پیش از تولد سید رضی می زیستند
داستان بنی ناجیه و این سخن امیر مؤمنان را در کتاب‌های خود نقل کردند. یعنی کاملا این سندش درسته. این واقعه از جمله طبری در تاریخ معروف خود در بقایع سال 38 هجری، ابراهیم هلال ثقفی در کتاب الغارات، بلازوری در حالا و مسعودی در بروج الذهب هر مصادر را آورده. پس اصالت این داستان واقعیه. حالا جناب مکارم چی می‌نویسه؟ من دیگه خیلی خلاصه اون نکات کلیدی رو از میگوید او، یعنی مسقله که این اسرا رو خرید و آزاد کرد، با خرید اسیران بنی ناجیه و آزاد کردن آنها یک کار مهم انسانی انجام داد، زیرا انسانهایی را از اسارت نجات بخشید. حالا دیگه نمیگه که اون آدمی که اینا رو به اسیری گرفته بس این وسط کار غیر انسانی انجام داده، تا بتوانند آزادانه زندگی کنند. یعنی خود این مرجع شیعه هم در درون خودش میفهمه کار مسئله انسانی بوده، در صفحه 493. اما آخرش چی میاره؟ میگه حالا بخواد امام خودش رو توجیه کنه. در اینجا این سوال پیش میآید که چرا امام در مقابل این کار انسانی مسئله باقی مانده بدهی او را نبخشی؟ حالا میخواد جواب بده. به یقین مسئله این بدهی را برای منافع شخصی خود تحمل نکرده بود، یعنی بردار رو واسه خودش نخرید، جز مایی هم نکه او نبودن، همه رو آزاد کرد، این با پولی رو دور بیده بود، بلکه برای کار انسانی بود. پاسخ این سوال با توجه به یک نکته روشن می شود که اگر امام این کار را می کرد، سنتی برای آینده می شد. هر فرماندار یا فرمانده لشکر به خود اجازه می داد که اسیران را آزاد کند. خب مگه سنت بدی بوده؟ مگه لغو بردگی سنت بدی بوده؟ یعنی جناب مکارم میگه نخیر، سنت بده، ما باید بردهداری رو بگیریم بفروشیم. حالا اون اگه خریدار ما خواست این جنسشو بریزه تو دریا بفروشه اشکال نداره، اون پول بردگی اگه به ما برسه خیلی خوب. پس این شیعیانی که میگن بردهداری در اسلام نیست، باید بدانن علی میتوانست این کار رو تبدیل کنه به یه سنت. حداقل چگونه بقیه چیزها رو به هم زد؟ اون دیوان عمر رو به هم زد، هزاران چیز دیگر رو به هم زد، این هم به هم میزد که ما بدانیم ایشان چقدر حسن نیت داره نسبت به بردگان و اسرا. پس میبینیم خود مکارم هم معتقده که اگر علی این کار رو میکرد یک سنتی میشد و این سنت اشتباه بود. چرا؟ چون فرمانده ها هر کسی اسرا رو آزاد میکرد، و الان هم جنگ هایی که میشه کسی نمیرزن و بچه مردم رو به اسارت بگیره. مگه ایالات متحده آمد عراق رو فتح کرد، حالا به درستی و غلطیش کاری ندارم، آمد زنان عراقی رو به عنوان برده بگیره ببره؟ این کارو فقط عراقی‌ها با ایرانی‌ها کردن در خرمشهر و جاهای دیگه، ما بالعکس همین کشورهای اسلامی با هم دیگه این کارا رو می‌کنن، داعش همین کارا رو می‌کنه، اون افراد چون سنت این هاست. حالا ادامه میده این بزرگوار، و این امر یعنی آزاد کردن بدون گرفتن پول، قطع نظر از جنبه‌های مادی یعنی درآمد ما کم میشه، در بسیاری از موارد برای جامعه اسلامی خطرآفرین بود. چه خطری داشت این زنان و کودکان رو آزاد کنی؟ خب مگه مسخله آزاد نکرد دیگه، چه خطری وجود داره؟ یا دیگران رو آزاد کردن زنان و کودکان که نیرو جنگی نبودن، چه خطری وجود داره؟ بعدشون ادامه میده، اضافه بر این گونه بذل و بخشش ها از بیت المال پایه های بیت المال را سست میکرد. راست میگه، چون اساس پایه بیت المال مسلمین بر بردگیری و غنیمته، بر کار نیست، بر مالیات نیست، بر بردگیری. این جناب آقای مکارم شیرازی و جمعی از فضلا و دانشمندان در صفحه 495 و 496 کتاب خودشون این مطلب رو آورده. اما جناب مانی، ما همه اینها رو میبینیم، تفکر این جماعت رو میبینیم، با اندیشه هاشون آشنا میشیم و احساس میکنیم که آیا فقط شخصی مثل علیس که شاید حالا بیت المال و اینها دستش بوده چون این میاندیشیده راجع به انسانها؟ من یک سند دیگری ارائه می کنم که بیشترها حدود یک سال و دو سال قبل این مطلب رو ارائه کرده بودم، که ما ببینیم اساساً تفکر این امامان شیعه تا چه اندازه مشمئز کننده است. امامی که اهل عبادت بوده نزد شیعه، او رو داماد ایرانیان می دانستند و این داستان ها، علی بن حسین امام سجاد، یک دعایی دارد که در صحیفه سجادیه در دعای 27 رو آورده است. این دعا رو ایشان برای سربازان مرزها و به نوعی کسانی که برای فتوحات میرن این دعا رو انجام داد.
خودش هم از نزدیکان یزید، مروان، عبدالملک و اینها بود. یعنی با امویان رابطه خیلی خوبی هم داشته این امام هما. خب ببینیم ایشان فرازهای از این دعا رو هم بخونیم. ببخشید، این همون دعاست که سید علی خامنه ای گفت مردم ایران در مقابله با کرونا بخونن؟ خیلی خیلی، اون شماره دعاش متفاوته، اما از همین امام بوده. اون شماره دعا متفاوت، چون برای مناسبت‌های مختلف ایشون دعا داره دیگه. یعنی این امامان ما، شما هر چیزی بگیش یه دعا داره. حالا ببینید محتوای دعاش چیه. شما همین دعا گوناگونی وجود داره، برای هر موضوع بله. یک نسخه دعایی وجود داره. بله. کسی حمام میخواد بره، یک دعا وجود داره. خواب میخوای بخوابی، یک دعا وجود داره. زخم معده گرفتید، یک دعا وجود داره. اینا خیلی مسائل گسترده‌ای هست. برای همین شما مثلا باید در درون اسلام انقدر تحقیق و تفحص بکنید که ببینید این امامان ما چه اندازه دارای دانش بودن که در تمام جزئیات یک دعای مخصوص داشت. خب من این دعا رو بخوانم، دعای 27 صحیفه سجادیه. ببینید این امام بزرگوار داماد ما ایرانیان چه کار کرده. خب فرازهای از این دعا: بار خدایا زنانشان، یعنی غیر مسلمانان را، از بارداری عقیم کن و پشت مردانشان را خشک فرما. یعنی هیچ فرزندی اصلا اینا به دنیا نه، دو طرفه هم باشه، یعنی نه تمام مردان هم اصلا زن هم باشه، خیالمون جمع باشه، یعنی هیچ فرزندی به دنیا نمیاد. و نسل چهار پایان و گاو گوسفندان را پاره کن. یعنی این گاو گوسفند بیچاره رو هم رحم نکرده این ما، میگه اینها رو هم نسلشون منقطع بشه. به آسمانشان اجازه باریدن و به زمینشان اذن روییدن مده. حالا کاش این دعاها رو این بزرگواران رؤسای اپوزیسیون در این ماه رمضان بیارن که به شکل فارسی بنویسن که با هم اون جماعتی که دور هم نشستن با هم مستفیض بشن. بعد ادامه میدن: الهی بدان چه از تو خواستیم، قدرت و تدبیر اسلامیان، یعنی اهل اسلام، خودش آورده اهل اسلام را نیرو بخش، آنچنان که در سراسر زمین، یعنی کره زمین، جز تو پرستش نشود و احدی از آنان جز برای تو صورت به خاک نساید. یعنی اسلام در کل زمین گسترده بشه. پس این برای فقط مرزها نیست که برای محافظین گفته باشه، بلکه هدفش اصلا ورای مرزهاست که بتوانند همه رو مسلمان بود. بار خدا یا مسلمانان را در هر ناحیه با مشرکانی که در برابر آنانند به کارزار بدار و ایشان را از جانب خود به صفوف پیاپی از فرستادگانت مدد فرست. فرشتگان و این افرادی که در این کارها دخالت میکنند، تا دشمنان را بر دورترین نقطه زمین رانده، شرشان را به کشتن و اسارت آنان از سر مردم بردارند. یعنی هم بکشن هم برده بگیرن به عنوان، یا این که به وحدانیت تو که برایت همتا و شریکی نیست اقرار نماید. یعنی بست ایده اسلامی. بعد ادامه میده این بزرگوار: بار خدایا این سرنوشت را خوب دقت بفرمایید. این همه دعایی که ایشون فرموده، این سرنوشت را بر همه دشمنانت در هر اقلیم، چه در هند و روم و ترکستان و خزر ما و حبشه و نوبه و زنگبار و سرزمین سقالبه و دیلمیان، یعنی همه ایران کل، امام هیچ جا نذاشت تو این دفتر نمرش، همه رو نام بود. و بعد احساس کردی خب ممکن حالا یه سی هم باشم من بلد نباشم. و دیگر طوایف مشرکان که نام و نشانشان بر ما معلوم نیست. یعنی فقط این همسایه های اسلامی نیست، کلیه هر کسی که منم نمیدونم ولی تو خودت میدونی اون بالا، برای همه این سرنوشت رو مقدر کن. عجب داماد سرخانه جالبی داشتیم. بله بله. و نام و نشانشان بر ما معلوم نیست و تو به علم خود شمارشان را میدانی و به قدرت خود بر ایشان اشراف داری، فراگیر کن. بار خدایا، این دیگه باز یکی از اون شاهکارهای این امام شیعیان، آب آشامیدنی آنان را به وبا مخلوط کن و خوراکشان را به بیماری ها بیامیز و شهرشان را در زمین فرو بر و پیوسته بر آنها سنگ بباران و به قحطی و خشکسالی دوچارشان ساز
و آذوقه آنان را در بی‌برکت‌ترین و دورترین نقاط زمین قرار ده و در و حالا بروی دژهاشون حصارها و دژهای آن زمین را از حفاظت باز دار و گرسنگی دائم و بیماری های دردناک به آنها برسان، مثل همین کرونا و نمیدونم هر چیزی که هست به اینا بده. ببینید جناب مانی، من نمیدونم این اگر این متن رو شما به روانشناس نشان بدید بگید یک نفر چون این مطلبی رو گفته در مورد این شخص چه قضاوتی میکنه. حالا این شخص هیچ دشمنی هم نداشته ها، با خلیفه وقت دوست بوده، با او رفاقت داشته، کار سیاسی هم نمی کرده که بگید مثلا الزام سیاسیش مثلا این بوده یا تقیه می کرده یا فلان می کرد. عملا تمام موجودات از گاو و گوسفند و چارپا گرفته تا انسان و آب و نمیدونم درخت ها و همه رو مشمول دعای خودشون کرده. بعد اشاره می کنه الهی هر رزمنده که از اهل آیین تو که با آنان نبرد کند و هر مجاهد، حالا این منظورش اون مجاهدین فدی ما نیستا، البته ایشون خودشون میدونه همین هستن، تو این سلک هستن، از به این بزرگواران از پیروان سنت تو، از کلمه مجاهد شما نگاه کنید جناب مانی، کلمه از مشمعیست کننده تر از اینا نمیشنم، شهید، مجاهد، ایمان، اینا مشمعیست کننده ترین کلمات هم. حالا اسم منم ایمان هست ولی خب من مقصر نیستم، دیگران گذاشتن ما و ما هم از این فرار نمی کنیم. ولی اینها اساساً کلمات بسیار فاسد کننده ای هست. اشاره میکنه و هر مجاهد از پیروان سنت تو که با آنان جهاد نماید تا دین تو برتری یابد و حزب تو نیرومندتر شود و بهره دوستانت افزون گردد، یعنی غنیمت بگیرند بهره خوب، پس آسانی نصیبش کن و کار را بر او سهل فرما. این دعای امام، بخشی از دعای امام سجاد علی ابن الحسین در دعای 27 صحیفه سجاد. ببینید این نگاه این افراد نسبت به ایرانیان، نسبت به ترکان، نسبت به رومی ها، نسبت به با چه ادبیات انسانی قابل سنجشه؟ آیا شده یک نفر از این نیروهای اپوزیسیون یا افراد منتقد، حالا آخوندها که خب اینا رو قبول دارن، براشون فرق هم نمی کنه، اومدن اینها رو واکاوی کنن، اومدن اینها رو بخونن؟ آیا یک بار شده این دعا رو بیاورن برای مردم بخوانن یا سعی کردن یک نقاشی از چهره علی ابن حسین، از خود حسین، از علی ابن ابی طالب برای مردم نشان بدهن که بگوین ببینید اینها چه انسان‌های خوبی بودن، این آخوندها مثل اونها نیستن؟ باور بفرمایید آخوندها صد برابر به دلایل مسائل امنیتی و حقوق بشری امروزی نمیتونن مثل اینها حرف بزنن، اما اینها در دعاهای این امامان وجود داره و سالها به عنوان دعاهای مقدس شیعیان خوانده شده، دست گذاشتن، بوسیدن، بالای سر گذاشتن در شبهای قدر و همینه. بعد ما معتقد هستیم ما ملت فهیمی هستیم. من عرضم رو تا اینجا تمام میکنم، اگر فرصتی دیگری هم در پایان به بنده بدهید سعی خواهم کرد در خصوص یکی دو شخصیت مثل میثم طمار و حالا افراد دیگری که ایرانیان در خدمت علی بودن هم به شکل انفرادی سخنانی بگم و بحثم رو جمع کنم. سپاس از لطفتون، ببخشید اگر طولانی شد. خواهش می‌کنم، حتما در دور بعد در خدمت شما خواهیم بود. این اسامی رو که میگید آقای سلیمانی مثل هم میثم طمار رو، طلحه و زبیر و کسان دیگر، ما اینقدر این اسامی رو شنیدیم و از دوران کودکی پای منابر یا توی کتاب ها، توی روزخانی ها درباره خصوصیات اینها، نوع لباس پوشیدنشون، نوع جنگیدنشون خبر داریم که یک هزارم از خود ایرانی ها خبر نداریم. یعنی برید شما در یک روستای ایرانی جمعشون کنید همین الان، بگید 10 سردار ایرانی رو در طول تاریخ ایران نام ببر، دچار زحمت میشن. ولی بگو حالا میشه 50-60 از قهرمانان صحرای کربلا و اسلام و فلان اینا رو نام ببری، میگه بازم ممکنه وقت کم بیاد. و البته من این رو بگم، من خودم این شخصیت ها رو ناماشون شنیدم ولی خیلی هاشون رو واقعا نمیدونم کی بودن، چی بودن، مال کدوم طایفه بودن، چه کارا کردن، چون اصلا دنبال این قضایا نبودن. اما این
کاری که شما میکنید دستگاه زوم رو بالای چهره اینا و زندگی اینا نگه میدارید با دقتی که در شأن یک پژوهشگر همچون شما هست اینها رو بررسی میکنید، این یک خدمت بسیار بزرگ هست برای اینکه ما بدانیم توسط چه کسانی شکسته شدیم، توسط چه کسانی مدیریت شد کشور ما، توسط چه کسانی تبدیل به توده‌های خرافی شدیم و توسط چه کسانی باید اکنون نجات پیدا بکنیم. بدون شناخت اینها و این گذشته ناشدنی است که ما بتوانیم گام در آینده خودمون بگذاریم. ما اول باید دشمنان درونی، دشمنانی که به ذهنیت ما تبدیل شدن، به هویت خود ما تبدیل شدن، در درون من و ما زندگی میکنن رو بیرون بریزیم با شناخت، و بعد خود را، اندیشه خود را، روح و روان و دانش خود را پر از روشنایی های بسیار که در دسترس همگان هست، چه ایرانی، چه عربی، چه جهانی بکنیم. آقای یغمایی گرامی، خب ما مدت هاست از شنیدن صدای شما محروم شدید. ببینید، من واقعا لذت بردم و نیز رنج وقتی که من چندی قبل یک شعری سرودم در یه رابطه نوشتم، من از بردگان خودخواسته بیش از بردداران متنفرم، به همین دلیل من از خالد ابن ولید کمتر متنفرم و علی ابن ابی طالب تا ایرانیانی که در قرن 21 جز توده‌های مردم هم نیستند، بلکه جز نمایندگان فرهنگی و سیاسی توده‌های مردم هستند. و جدن این مسئله خیانت فرهنگی و سیاسی به مردم ایران هست که نمیخوان بفهمن هستن و یا آگاهانه نمیخوان بفهمن. گفتم اگر که در دوره زرین کوب و کسروی فضا بسته بود، یا مثلا من به مهندس بازرگانی که 60 سال قبل فعال بود زیاد نقد امروز رو ندارم، نقد روزگار خودش رو دارم که یک استاد ترمودینامیک چرا اون چرندیات رو باور کرده بود، ولی اگر کسی امروز بعد از 40 سال حکومت آخوندی و این همه سند و انتشارات عجیب غریب، شما نگاه کنید در ایران زندگی زکریا منتشر شده، دیوان یزید رو به عنوان زخم دوزخ منتشر کردن، 10 تا چاپ خورده و جامعه داره تنفس میکنه، ولی هنوز که هنوزه همین بسن. شما اشاره کردید به بسا سیمای زیبایی، نمیدونم علی که ساختن چهره زنانه و سیمای واقعیش که تو موزه است و شمایل بسا نویسان نوشتن. خب شمایل نویسان نوشتن قشنگ مشخصه یه آدمی که من دوست دارم یه دقیقه تو همین زمینه صحبت کنم، آدمی که مثل خیار سر میبرید نمیتونه اون چیزی باشه که مثلا فلان نویسنده مسیحی، من نمیدونم چرا اینقدر مسلمین باید از جور جرداغ مثلا کد بیارن که ایشون گفته که مثلا فلان بود، چشمش مثل آهو بود، نمیدونم گوشش مثل فلان بود، مشخصات ظاهری، ولی ما بریم بپردازیم به کسانی که تو دوره خودش مثلا صاحب کتاب زخارف العقبا نوشته مردی کامل، قد او کوتاه، رنگ پوست او سبزه، ریش سفید و بلند، چشمان درشت، گردنی دراز، استخوان‌های چون استخوان‌های شیر، بازو و ساعد چنان به هم پیچیده که از یکدیگر پیدا نبودند، پنجه‌های پهن و درشت، شکمی مایل به چاقی، بهش میگفتن انزع البطین، یعنی صاحب دو شکم، و سرش هم چون موش ریخته بود بهش میگفتن اصلع، قسمت جلو تاس، ساق پای زخیم، عضلات ساعد به هم پیچیده، راه رفتنش تند بود و خلاصه در میدان چنان نعره هایی می کشید که افراد رو به وحشت می انداخت و خلاصه قشنگ چهره رو بیان کرد. این چهره واقعی است، چهره واقعی کسی است که در طول عمرش از همون 10-12 سالگی کشت در زیر لوای پیغمبر، چون یک انسان مکتبی واقعی بود. گفتیم که این بحث ها تلخ است ولی قصد توهین نیست، قصد فهم هست.
متاسفانه فهم بسیار بسیار کار مشکلی است، همون دردی که آقای سلیمانی از اون داره یاد میکنه. شما نگاه بکنید، این از این اسناد که بگذاریم که یک خروار سند اینجوری هست، ما از دوره این که میگم که من از بردگان خودخواسته بیشتر متنفرم تا بردهداران، برگردیم به دوره حاضر، هولوش بیانات جناب سلیمانی چرخی بزنیم. ببینید اول محرم رمضان من گفتم یکی از سران اپوزیسیون که اونم خانم اسنا آقا از اسم راست بذاریم، چون ما موضوع برامون مهمه نه افراد. این سخنرانی چند خط ایشونه، ماه رمضان از ماه تقوای رهایی بخش، یعنی چی؟ اصلا میفهمی تو داری چی میگی؟ یک سنتی که قبل از پیغمبر اعراب رعایت میکردن یا جوکیان هندی، تقوای رهایی بخش برای صیقل زدن اراده ها و برای آمادگی هرچه افزونتر مجاهدین در نبرد با دشمنان حیات و آزادی و حقوق مردم ایران. ربط ماه رمضان و روزه گرفتن مثلا با نبرد برای آزادی مردم ایران رو توضیح باید داد. یعنی چی چرندیات؟ ماه پرسش از گرسنگی و محرومیت فرودستان، چون آدم غذا نمیخوره، بابا گرسنگی مسئله اجتماعی، دزدی میکنن تو فرانسه مثلا، دزدی نمیکنن سران، مردم بنظره کافی غذا میخورن، روزه هم نمیگیرن، ربطی هم به خدا نداره. بله ماه پرسش از تیره روزی بی پناهان است، انگار ماهای دیگه نباید پرسش کرد، فقط ماه رمضان باید پرسش کرد. حالا از اینا بگذاریم، از این مقدمه روزه، در عین حال رمضان ماه علی است، همین بحثی که جناب سلیمانی داره میکنه که علی کیست، ماه پیشوای محرومان. اینو یک سرور اپوزیسیون داره میگه که 40 سال در اروپا در حال چرخیدن هست، در سرزمینی که من بارها گفتم که اگر که شما یک آدم معمولی رو آورده بودید میاموخت از جامعه پیشرفته. ما شوخی نداریم، همه چیز که بورژوازی نیست، فرهنگ هست، هنر هست، دانش هست، پیشرفت مردم. ماه پیشوای محرومان و ستم زدگان. الان آقای سلیمانی نشون داد ستم زدگان کیها بودن. من به عنوان یک به اصطلاح اینجا تحلیلگر تاریخ میرم تو قسمت ادبیات. ببینید تو ادبیات یک شخصیت، وقتی که مثلا الکسی تولستوی رمان گذر از رنج‌ها رو می‌نویسه، یک نفر رو حرکت میده در طول 1000 صفحه، نشون میده چه بلایی بر سر یک انسان آواره میاد. تجاوز میکنن بهش، نمیدونم حقشو میخورن، لباساشو میکنن، و ما میگه آقا فلان کسا یک نماینده علی 1000 نفر تو خراسان کشت، ولی این 1000 نفر هر کدوم یه انسان بودن، عشق داشتن، بچه داشتن. اینا رو که ما بررسی نمیکنیم. حالا ایشون که دستور سرکوب رو داده که تمام ایران رو به خاک خوندیم، جایی نبود که زمان حکومت علی سرکوب نشه. رمضان ماه علی است، ماه پیشوای محرومان و ستم زدگان، ماه پیشوای عدالت و عدل‌گستری. خود او درباره مفهوم عدالت گفته است: والعدل سائس عام، آیین همگانی است. بعدش هم از قول آیت الله طارقانی کد میارن که آقا سفره‌های رنگارنگ، نمیدونم فلان پولدارای آخوندها و ماشین های چند هزار دلاری، که بعد از خودشون پرسید که مال خودشون هم خیلی کمتر از اون نیست. بگذرم از این، من بیشتر منظورم تئوریکه که ما چه درد بزرگی داریم. درد بزرگ بین آخوند نیست، من از آخوند کمتر نفرت دارم. من امیدوارم ریشه اینها کنده بشه. ولی آخوند ببینید شغلش اینه، شغلش جهل، پراکندن، غارت مردم ایران، گستردن مرداب‌های خرافه و خفت. ولی تویی که با آخوند می جنگی، به نظر من بپردازید به کار خانداری و شستن دیگ و ظرف و ظروف و آشپختن برای بچه تون، تا اینکه در نقطه رهبری انقلاب بخواید قرار بگیرید و یک اپوزیسیون و این چرندیات سرهم بکنید، بدون اینکه یک دونه کتاب، یک سند رو ورق بزنید و آگاه بشید. اینجاست که میگم کسی که اینجوریست، فرض کنید خودمان، خائن به فرهنگ و خلاصه تاریخ ملت خودشه. برای اینکه بعد از 14 قرن متوجه نشده که چه خبره. حالا در کنار این ببینید، من گفتم آخوند داره کار خودش میکنه و اینها این حرف میزنن. ما بریم سراغ کسانی که قبلا من اشاره کردم مثل اینا نیستن، ولی درد رو اگه میخوایم بررسی بکنیم، ببینید این 14 قرن گذشته تمام فرهنگ سازان ما 99% آلوده به مسمومیت فرهنگی آخوند هستند. از نمیدونم
حضرت مولانا گرفته. من قبلا اشاره کردم عطار نیشابوری، شما نگاه بکنید کسی مثل ابوسعید ابوالخیر که واقعا یه انسان بزرگی است از نظر نگاه انسانیش، ولی آلوده است، برای اینکه او هم هرگز چشم باز نکرده چهار تا سنت. حالا زمان ابوسعید ممکنه اصلا پنهان بوده، ولی می سراید ای حیدر شهسوار وقت مدد است، ای زبده 84 وقت مدد است، من عاجزم از جهان و دشمن بسیار، ای صاحب ذوالفقار وقت مدد است. این کسی است که از زیباترین چهرهای عرفان ایرانی است. شاعر اسماعیلی ما ناصر خسرو قبادیانی که این همه تعریف میکنند که آقای احسان طبری چه تحقیق خوبی در موردش کرده، میگن که روزگاری رفته بود کفشش و کفاش درست کنه، غوغایی برخاست، بعد کفاش گزنش رو برداشت رفت، وقتی برگشت دستش خونی بود و یه تیکه گوشت به سر اون درفش کفاشیش آویزون بود. ناصر خسرو میپرسه که چه خبر بود؟ گفت یکی از طرفداران ناصر خسرو اسماعیلیان اینجا بود، کشتیمش. این جناب که خودش اسماعیلی بود به اصطلاح شورشی و بنده بسار، بعد پسنده است با زهد عمار و بوذر، کند مد محمود مر عنصری را. ایشون زهد عمار و ابوذر رو میگه، عنصری شاعر ایرانی مثل عمار و بوذره، ولی مد محمود میکنه. انتقادش به نظر من بدتر از اصل قضیه است، برای اینکه عمار و بوذر بدتر از سلطان محمود غزنوی بوده کار کرده شد. بعد من آنم که در پای خوکان نریزم بر این قیمتی در لفظ دری را. تو ریختی اینو برای اینکه وقتی که به پای عمار و بوذر داری میریزی خراب کردی کار رو، برای اینکه نشون دادی جناب ناصر خسرو بزرگوار که این همه نام و نشان داری تاریخ مملکت تو نمیفهمیدی. ما با یک سلسله روبرویی، با عطار روبرویم که اینا آدم های کمی نیستن که بعد ای پسر تو بینشانی از علی، عین و یا و لام دانی از علی، تو ز عشق جان خیشی بیقرار، او نشسته تا کند صد جان نثار. ولی کیو نثار؟ جان مردم خراسان رو، جان مردم استخر رو، جان مردم فارس رو زیر تیغ تیکه پاره میکنه، زن و دخترشون رو میفروشه، جزیه میگیره و در شعر مولانا جلال الدین میشینه که ای علی که جمله عقل و دیده ای، شمه ای واگو از آنچه دیده ای، تیغ حلمت جان ما را چاک کرد، آب علمت خاک ما را پاک کرد، باز گودانم که این اسرار هوست، زن که بی شمشیر کشتن کار اوست. الی آخر. شما نگاه کنید، من خطاب به هموطنان میگم ببینید ما یک شستشوی تاریخی بسیار دردناک نیازمندیم. اگر استوب بزنیم یا بریم همین یا علی یا علی گویان دنبال کارمون، 14 قرن داریم میریم و همینم 40 سال پوستمونو کندن، مملکتمونو در لبه پرتگاه قرار دادن، یا اگر میخواییم بفهمیم باید نخست بفهمیم درد بابا بزرگتر از کروناست. این ویروس ویروسیست که حاملانش بزرگان فرهنگ و ادب ما بودن، بزرگان سیاسی ما بودند و هستند هنوز، و کسانی که میخوان ایران رو از ننگ آخون پاک کنند ولی ذره ای شعور سیاسی و تاریخی ندارند و اینا نمیتونن نماینده مردم باشند. برای اینی که داستان علی رو ما روی میز گذاشتیم، اگر ما مملکتمون دموکراسی داشت ما چه کار داشتیم؟ این هم در زمره سنت ها حسین کرد شبستری بود، امیر حسنان نامدار بود، اشکال نداشت، چون سنت ها خیلی وقتا از فرهنگ ایرانی و فرهنگ اسلامی به هم آمیخته، مثل سقاخونه که مردم میذارن یخ تو، چیز بدی هم نیست. ولی ما مشکلمون اینه که هنوز که هنوز آقای جلال الدین فارسی، علی مشعلی و دژی، جناب شریعتی، حکومت عدل علی، سازمان مجاهدین، نخستین کتابی که دومین کتابی که منتشر کرد زمان بعد از محمد رضا شاه عدالت علی بود، الان هم شاهدیم که هیچ کدوم اینا نفس بر نمی آورند. یک بار آقا شما تو خارج کشوری، آقای نواندیش مذهبی، تو نخست بود بفهمی باید بتونی جامعتو نجات بدی. به هیچ وجه نه تنها سر فهمیدن ندارند، بلکه ناقدان کسانی هستند که جان بر کف دست گذاشتن و میخوان این تاریخ آلوده به خون رو شستشوی بکنن و چشما رو باز کنن. من همینجا باز تاکید میکنم بر علی نقدی نیست. علی کار خودش رو به درستی کرد در رابطه با سرزمینی که برخواسته بود،
و نیز خالد ابن ولید که یکی از اولین کسانی بود که لقب مجاهد بر اون گذاشته شد. ولی شگفتا همینطوری که آقای سلیمانی گفت، با کلمات که ما دعوا نداریم، مثلا من معتقدم زبان برای تفهیم تفاهمه و من هیچ چیز بدی نمیبینم که 4 تا لغت افغانی، 100 تا لغت فرانسوی، نمیدونم 400 تا لغت یونانی هم که هست همینطوری آمیخته باشه با زبان فارسی و این زبان غنی میخونه. به قول شاملو میگه که لغاتی که از عربی وارد فارسی شدن به فرزند خواندگی پذیرفته شدن و چون زبان فارسی پیشوند پسوندی زبان عربی مال اعرابه، اینا مثلا وقتی میگیم کتاب را خواندم یه عرب نمیفهمه، این کتاب نازمیده شده فارسی برای خودش عربیه. ولی لغاتی مثل مجاهد که بعد سازمان میان بر اساسش بنیان گذاری میکنن یا نمیدونم این چیزای دیگه، آجون با توجه داشته باشیم این کلمه است بار مذهبی غلیظ 100% داره. یعنی مجاهد کسی است که در زیر سیطره الله شمشیر میزنه و سلاحش رو آتیش میکنه، مثل بسیجای خمینی، مثل کسانی که در زندان اوین به لاجوردی میگفتن مجاهد. ما مبارز ایرانی داریم مثل بابک، ولی ما توجه نداریم که بابا اولین کسایی که این کلمه بهشون اطلاق شد کشتارگران ایران بودن و کلمه فضل الله المجاهدین رو پروردگار محمد نازل کرد سوره و آیه شو برای اینکه روحیه بده و اومدن این مجاهدین ایران رو کشتن، غارت کردن، زن و بچه مردم فروختن. بعد از 14 قرن ما میخوایم بنیانگذاری کنیم یک سازمان سیاسی رو توجه نداریم که اسم این سازمان اسمی ضد ایرانی، اسمی است که توسط کشتارگران ایران به ایران آمد و بردند و فروختند و ما متاسفانه هزاران جوان بسیار شریف و شرافتمند بدون این که به این توجه بکنه اینا رو باید شستشو کرد. یعنی یک شستشوی کامل و 100% ما باید بکنیم بعد را بیفتیم. قبل از این شستشو و درک به نظر من هر حرکتی جز گمراهی چیزی نخواهد داشت. این اندکی از بسیار و درد بسیار سنگین در از این. سپاسگزارم. جناب یغمایی اطلاع دارید شما که ما به تازگی یک برنامه تازه رو سازماندهی کردیم با نام زبان سرخ و سر سبز و این بررسی جنبش‌های اجتماعی، جنبش‌های فلسفی، جنبش‌های مذهبی، جنبش‌های سیاسی تاریخی و علمی است از زمانی که اسلام بر ایران و منطقه چیره شده و در این برنامه جنبش به جنبش، حرکت به حرکت ما اینا رو بررسی می‌کنیم و در یکی دو یا شاید سه جلسه هم به اسماعیلیه، فرقه اسماعیلیه خواهیم رسید و بهش خواهیم پرداخت که ناصر خسرو قبادیانی یکی از داعیان بزرگش بود و یکی از شاعران برجستش بود که دریغا از اون شهامت، از اون جسارت، از اون آگاهی و از اون استعداد شاعری که در خدمت فرقه و حزب درآمد. این تفاوت فردوسی و خیام با ناصر خسرو جماعت در این است که فردوسی به خدمت حزبی در نیامد، به خدمت حکومتی هم در نیامد، یا خیام هم همین گونه. اما ناصر خسرو یک داعی بزرگ بود، یعنی از به اصطلاح آموزش دهندگان اصول فقهی حسن صباح و اسماعیلی. بگذاریم که این برنامه فعلا متناسب با وقت و زمان و انرژی ما، ماهی دو بار خواهد بود. هفته پیشش رو من در خدمت آقای دکتر جلال ایجادی و آقای بیداربخت بودم، در هفته آینده که روزای سه‌شنبه است معمولا در خدمت شما هستم آقای یغمایی عزیز و آقای ایجادی و امیدوارم که آقای سلیمانی یک مقدار سرشون سبک بشه، نه مثل من اینطوری، بلکه کارشون کمتر بشه تا از ایشون هم بهره بگیریم، تشریف بیارن در این برنامه زبان سرخ و سر سبز و امیدوارم این تیم
چندین نفره ما در اندیشکده رادیو مانی بتواند در دراز مدت، مثلا تا 2 سال، 3 سال، 1 سال، تا زمانی که امکانش باشه ما باشیم، زنده باشیم، دور هم باشیم، گام های بزرگی در پهنه روشنگری بردارد. و هر روی ما از همه این چیزایی که میگیم، من شخصا سیلی شخصی خوردم به عنوان یک ایرانی، ولی یک ایرانی که یک سیلی عمومی خوردیم. ما مثلا یک انقلاب کردیم، یک خمینی رو سر کار آوردیم و همه ما یک جا تنبیه شدیم. اون یه چیزی، بسیارانی از ما شخصی هم تنبیه شدیم، مثل شما آقای یغمویی که در جریان مبارزات سیاسیتون سیلی شخصی خوردید. من به عنوان یک شاعر و نویسنده همینطور. به همین خاطر تلاش ما این هست که نسل جوان ما، آیندگان ما، فرزندان ما، در زمانی که ما نیستیم نخواهیم بود، اونها دیگه سیلی خور نباشند، سیلی زن هم نباشند، و دیگه سینه چاک علی و حسن و حسین و محمد و هر کس دیگری، چه عرب باشه، چه مسلمان باشه، چه غیر مسلمان، چه ایرانی باشه حتی، ولی زورگو نباشن. خب اگر اجازه بدید من 10 دقیقه یا کمتر بیشتر رو به جناب سلیمانی بدم که صحبتاشون رو تمام کنن و ما این برنامه رو ببندیم در این روز ضربت خوردن علی ابن ابی طالب. تا هفته آینده به برنامه دیگری بپردازیم. در خدمت شما هستم استاد. خواهش میکنم. من در خاتمه با توجه به اینکه بحثمون مناسبات میان علی و ایرانیان هست، شاید برخی شخصیت هایی باشند که نقش جالبی در زندگی یا پس از زندگی علی به عهده داشتند و ما کمتر شاید فقط نام اونها رو شنیدیم، اما از احوال اونها کم اطلاعی. شاید یکی از شاخص‌ترین اونها ایرانیانی باشن که در کنار علی بودن، صاحب اندیشه و رأی بودن، و آنچه که تاریخ و اصحاب فرق برای ما به جا گذاشتن، این شخصیت‌ها برجسته باشن. حالا من به شکل خلاصی که 2 مورد رو عرض کنم. مثلا شخصی مثل میثم طمار که خیلی ها به نوعی از اون نام میبرند، به خصوص شیعیان. خب اون یکی از بردگانی بود که یک زن از بنی اسد او رو به بردگی داشت، بعدها ظاهرا خریده میشه و آزاد میشه، در خدمت علی است. اما با توجه به اینکه میثم طمار رو من در جنگ جمل، صفین و نهروان ندیدم، به گمانم او در انتهای دوران خلافت علی بود که جزء نزدیکترین یاران او شد. جالب این هست که در اوصاف او آورده شده که بسیار سخنور بوده و با یک بلاغت خاصی سخنرانی میکرده. حتی مدعی شدن که علی به او علم غیب هم آموخته و برخی اقوالی که به او نسبت دادن عجیبه. مثلا ظاهرا در کشتی نشسته بود، بادی آمد و او ادعا کرد که این باد عاصف است که آمده و خبر مرگ معاویه رو میده، که بعدها ظاهرا گفتن که بله، معاویه در همون روزی که او ادعا کرده بود فوت کرد. یا مثلا در مورد مختار که او در زندان عبیدالله بود، به مختار وعده داده بود که بله، تو عبیدالله رو خواهی کش و منتقم آل در واقع علی ابی طالب خواهی، که چنین شد. یا مثلا خبر مرگ حسین در 10 عاشورا رو به او نسبت دادن که چنین خواهد شد و خانواده یا به نوعی دختر پیامبر و فرزندان او در حادثه کربلا در روز 10 و همون عاشورا کشته خواهند شد توسط شیعیان او. و حتی جالبی هست که ادعا کرده بودن که او محل مرگ خودش رو هم میدانست، که بله، بر روی این نخل من کشته خواهم شد. هرچند همه اینها برخلاف آیه 34 سوره لقمانه که اشاره کرده بود هیچ کس نمیداند که در کدام سرزمین میمیرد. حالا میثم طمار از کجا میدانسته که بر روی این نخل میمیره، خود یک بحث دیگری است. اما عرضم این است که وجود این ایرانی ها در کنار شخص علی با اوصافی که علی بروز و نمود میداد، پایه و سنگ بنای اندیشه غالیانی بود که بعدها در موردش سخن خواهیم گفت. در مورد علی آن داستانها رو ساختن، حالا عبدالله ابن سبا و دیگران، اینها ایرانی نبودن. اما میثم طمار هم یکی از اون ایرانی هایی بود که چنین اندیشه هایی رو داشت.
جالب این هست که مثلا عمرو بن حریص که رئیس شرطه بود در آن زمان در کوفه در دوران حکومت عبیدالله، او رو به نحوی دروغگو دوستدار دروغگو میدانست و این نشان میدهد که ظاهرا اینها مدعی یک علم غیبی برای خود بودند. حتی آوردن که عبیدالله دستور داد زبان او رو ببرند. شاید برای بسیاری این مجازات به نوعی شاید وحشیانه به نظر برسه که البته هم همین گونه هست، اما ظاهرا از زبان او ادعاهایی مطرح میشد که عبیدالله احتمالا اونها رو کفر میدانست. من اینها رو عرض میکنم که مخاطبین ما بدانن اندیشه های غلو آمیز که بعدها علی اللهی ها و افراد دیگر که مدعی شدن علی نمرده است و علی علم غیب میداند و اینها از کجا آمد، یعنی سنگ بناش از کجا گذاشته شد. حالا جالب این هست که یه سری روایات به این میثم تمام نسبت دادن، از جمله مثلا برتری مسجد کوفه بر بیت المقدس که بعدها شیعیان زیادی این داستان ها رو در موردش برخی شهرها مثل قم، مثل کاشان، مثل مشهد و جای دیگه ساختن. حالا میثم تنبار آمده بود که مسجد کوفه بر بیت المقدس هم مثلا ارجح تره، یا اینکه امامان به همه زبانهایی که مردم در روی کره زمین به اون سخن میگویند این امامها واقفن، یا امامان علم غیب دارند و میدانند که مثلا در چند سال آینده چه اتفاقی خواهد افتاد. حتی مسئله ای که افرادی مثل شیخ مفید و شیخ صدوق در کتابهای خود آوردند هم به اون نسبت دادند که اشاره میکرد حب علی نشانه طهارت مولد شخص هست، یعنی او زنازاده نیست و اگر کسی علی رو دوست نداره این نشانه این هستش که نطفه او دچار مشکل هست. این ایرادات و این ادعاها رو از همین میثم طمار آورده. حالا جالب این هست که ایشان یک نواده ای داره به نام علی ابن اسماعیل ابن شعیب میثم طمار که ابن ندیم، حالا او رو نام او رو علی ابن اسماعیل میثمی آورده، اما اشاره میکنه که این علی ابن اسماعیل ابن شعیب ابن میثم طمار جزء اولین متکلمان شیعی است، یعنی کسی است که اعتقاد شیعه رو در کنار مسائل عقلی سعی کرده به نحوی بچینه که اثبات کننده ادعای اونها باشه. حالا این آقا شاگرد هشام ابن حکم هم بوده و دیگر متکلم. حالا اینا چه میگفتن؟ مثلا شاخص‌ترین حرفاش این بود که امامت منصبی الهی است، در حالی که علی چنین مطلبی رو هیچگاه نمیگفت، بلکه این اندیشه که امامت منصبی الهی هست بعدا وارد ادبیات شیعه شد و از دهان علی و دیگران گذشت. یا اینکه امام عالم به تمام امور خیر و شر، علم لدنی رو میدونه، هر چیزی از اون برمیاد و این کارا. و از دل این تفکرات مسئله رجعت به وجود آمد. حالا علمای دیگری در کتاب‌های روایی به اون پرداختن که قبل از اینکه امام زمان حالا به نوعی وقتی میاد قیامتی میخواهد بشود، حسن به دنیا میاد، حسین به دنیا میاد، علی به دنیا میاد، همین‌ها دوباره حکومت می‌کنند و اینا دوباره رجوع می‌کنند به دنیا. یا مثلا اندیشه های تحریف قرآن، غلو و بسیاری از امور رو به این متکلمان شیعی نسبت دادن و این ایرانی ها بودند که با توجه به حضور علی در کوفه و مدائن دست بالا رو در این داستان ها داشتن، این رو می ساختن و ما آثارش هم امروز هم می بینیم. اما نکته جالبتر باز هم از این شخصیت ها داریم، مثلا شخصی به نام کیسان ابو عمره که حالا ابو عمره هم ضبط کردن و در سریال مختارنامه او در کنار مختار قرار میگیره. بسیاری از اربابان فرق معتقد هستند که این کیسان جزء یاران علی بود، اما چون جزء موالی بود سعی کرد در برابر حکومت امویان بیسته، لذا از شخصیتی مثل مختار استفاده کرد و او رو برکشید و فرقه کیسانیه به همین ابو عمره مربوطه. حالا ایده معتقد بودن نه خیر، کیسان لقب مختار بود که علی به او داد. من عرضم این است که حضور چنین موالیانی، حالا ایرانیانی که اسیر بودند و آزاد شدند، در کنار این شخصیت‌های عرب برای برکشیدن علی داستان‌هایی که ادبیات خاص غلو آمیز در اون بی تأثیر نبود. لذا ما ایرانیان هستیم که یک شخصیتی که در میان خود قریش در مکه و مدینه دارای محبوبیت نبود، درایت سیاسی نداشت، از علوم بسیاری از جهات بی بهره بود رو برکشیدیم، از او به عنوان عالم در صاحب علم غیب قسیم بهشت و جهنم و به نوعی مقسم روزی برای همه افراد در نظر گرفتیم. این ایرادی بوده است که ما ایرانیان بر سر خودمان این کلاه رو گذاشتیم و به دنبال این هستیم گناهش رو گردن دیگران بیندازیم. لذا اول باید از خودمان و افکار خودمان آغاز بکنیم.
حالا افرادی مثل غنبر هم که در کنار علی بودن و او رو ابو شعنا هم مینامیدن به عنوان پیر من، اینا هم خلاصه میکنم و بحثم رو در اینجا تمام میکنم که این ایرانیان در برکشیدن آل علی و صاحب فرقه شدن و به روی اندیشه های غالیانه برای علی فروگذار نکردن، مثل آن داستان مسواکی که تبدیل به درخت و مورد عبادت قرار میگیره. سپاسگزارم از شما و امیدوارم شیعیان عزیزم، ایرانیان گرامی ما، هر کسی که اینجا این برنامه رو تماشا میکنه، یک بار فارغ از بحث زنده باد و مرده باد و اعتقادی به این داستان ها یک نگاه موفقانه داشته باشه. سپاسگزارم از شما و استاد بزرگوارم جناب یغمایی که هر جلسه و هر برنامه از شما میآموزم و یاد میگیرم. زنده باشید جناب سلیمانی امیری. عرض کنم که اصول دین در اسلام سه تاست: توحید و نبوت و معاد. شیعیان دو تا هم بهش اضافه کردن، عدل و امامت. این برنامه‌ای که ما داریم هر پنج اصل یا پنج ستون خیمه اسلام رو یک به یک تشریح میکنه و از این خیمه میکشه بیرون. ما در جایی که محمد به پیامبری برگزیده شد به گفته مسلمین در چند برنامه نشون دادیم که اصلا داستان چی بوده و اونجا نبوت رو، توحید رو نقد کردیم، معاد رو بهش نرسیدیم، هنوز خواهیم رسید. و قضیه عدل و امامت هم الان در همین برنامه‌ای که درباره علی و امامان داشتیم و باز هم البته خواهیم داشت، بررسی کردیم و بررسی خواهیم کرد. این پاسخی است به آن بیننده گرامی که امروز زیر یکی از برنامه‌های ما کامنتی گذاشته بود که اگر راست میگویید و شهامت دارید و جرأت دارید، بیایید و درباره اصول اسلام حرف بزنید. اگر راست میگید این گویا این میدان تا ببینیم. یه تهدیده اینطوری کرده بود، دست حرکت دستش معلوم نبود ولی توی وقتش پنهان بود. خواستم میگن دوست عزیز، ما اولا نه شمشیرکشیم، نه مشتزنیم، نه مثل علی ذوالفقار داریم. ما اسنادی رو که نیاکان مسلمان شما نوشتن برای شما، اونا رو دوباره برای شما بازخوانی میکنیم، نظرمون رو میگیم و شما رو سعی میکنیم با خرد گم شده دوباره آشتی بدیم و دیگه نیاز نیست شما ما رو اینطوری تهدید کنید. این گوی و این میدان، ما اصلا اهل میدان جنگ نیستیم، گوی و اینا هم نداریم. ما فقط اندیشه داریم و یک زبان بسیار زیبا به نام زبان فارسی که باش حرف میزنیم. امیدوارم شما هم در آینده همیشه در کنار ما باشید. خب دوستان گرامی، من یک بار دیگه سپاسگزارم از آقای یغمایی عزیز، از آقای سلیمانی گرامی و از شما بینندگان و میرویم تا هفته آینده که در خدمت شما باشیم. شما این برنامه رو به جای امروز که جمعه است و عرض کنم که 26 اردیبهشت و مصادف با ضربت خوردن علی و اینها، 21 ماه رمضان فردا خواهید دید، فردا منتشر میشه، چرا که این برنامه ما همش داره زیاد میشه، رو هم سوار میشه، باید فرصتی هم دوستان داشته باشن با دقت اینا رو بشنون، چون تمام برنامه های رادیو مانی در هر گروهی که اجرا میشه یک پیوند کلی با هم دارن و برای درک عمومی قضیه به نظر من دوستان اگر وقت بگذار همه برنامه رو ببینن خیلی عالی‌تر خواهد شد که دیگه ما تکرار نکنیم خودمون رو در اینجا و اونجای برنامه های دیگر. شادکام باشید و بدرود، روزگارتان خوش، بهارتان زیبا، جانتون شاد و تنتون تندرست، تنتون درست تا برنامه آینده.